خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. متاسفانه یا خوشبختانه روز چهارشنبه فیسبوک که صاحب همه چیز هست، از اینستاگرام گرفته تا برنامه های دیگه که من و شما خبر نداریم، 12 ساعت از کار افتاده بود. تقریبا ساعت 12:01 به وقت واشنگتن تا 12:01 شب. و جالب بود وقتی که یه چیزی رو عادت میکنیم بهش و اون رو از ما میگیرن، میفهمیم که چقدر ما وابسته شدیم. ما قدیما خب یه جا برنامه اون پخش شد، یه دونه انکودر داشتیم، ما روشن میکردیم، این از اینجا میفرستاد به کانادا، کانادا هم دو شاخه ما رو میزد تو برق و میرفت همه جا پخش میشد و شماها میدیدی. چی بود اسمش؟ مردم TV.com. بعد گذشت، جی ال ویز اومد، اون باکس اومد، اون باکس رفت، فیسبوک اومد، اینستاگرام اومد، تلگرام اومد. هر برنامه‌ای که اگر 7 تا بیننده داشتیم، حالا 7 تا پروگرام شده بود، هر کدوم از این بیننده ها رفته بودن روی پروگرام. ما باید 7 جا خبر میدادیم که آقا خانم برنامه شروع شد. خلاصه هنوز هم که هنوزه ما این مردم TV.com رو نگه داشتیم و انکودر خودمون رو نگه داشتیم. هر وقت مشکلی، همین امروز یادداشت کنید، نه روزی که قطع شده مثل آقای اکبری بگی من یه ساعت کامپیوتر خودم رو ریختم به هم، بعدم فهمیدم که فیسبوک اشکال داشته. البته گویا همه جای دنیا هم نبوده، در بعضی از مناطق یا کشورها بوده، ولی خیلی وسیع بوده، خیلی ترسیده بود این فیسبوک و اینها. حالا ببینیم پشت ماجرا چیه، چون گفتن نه ما هک نشده بودیم. گفتم احتمالاً این سیستمش رو از آقای جوانمردی خریده، چون جوانمردی میگه ما یه سیستمی گذاشتیم که هیچ کس هم نمیتونه هکش کنه. گفتیم اوکی. خلاصه اولی که آدم برنامهش اجرا نمیشه کمی ناراحت میشه که ما همه این کارا رو انجام بدیم. شما اگه اهل ریاضی باشین، یه دوستی داریم آقای فرید از انگلستان و یه دوستی هم داریم آقای کندی از همین کارولاینا و اینها، اینا کارشون، درسشون، رشتهشون ریاضیه و اگر اونها بودن الان میتونستیم بگیم که چند درصد امکان این هست که ما روز جمعه به شما بگیم میخوایم سیستم جدید بخریم. یه دوستی هم لطف کرده بود و 500 دلار فرستاده بود، ما هم 500 دلار گذاشتیم روش و رفتیم روز یک شنبه سیستم رو خریدیم، آمدیم امتحان کردیم، روز دوشنبه به شما گفتیم این رو سه شنبه میذاریم، سه شنبه گذاشتیم امتحان کردیم، چهارشنبه صبح امتحان کردیم. صبر کن فرخ جا، همون راجع به آهنگ جهان که میگی، این مال چهارشنبه صبح. همه چیز خوب بوده، به همه دوستان گفتیم صدا، همه گفتن صدا خوبه، گاهی وقتا قطع وصل میشد ولی اینجوریه فلان اینها. ما هم دیگه گفتیم خب عالی شد، رفتیم دوش گرفتیم و آمدیم، هر چی زدیم استارت 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 شروع نمیکرد. ولی ما چون در طی 20 سالی که من الان از سال 2003 تا حالا دیگه نه اتاق فرمانی دارم، خیلی خوشحالم که کسی به ما فرمان نمیده، نه اتاق کنترلی داریم که اونا ما رو کنترل کنن یا ما اونا رو کنترل کنیم، خودمون هستیم و خودمون. گفت کس نخارد پشت من جز ناخن و انگشت من، یا جز ناخن انگشت من، ما هستیم و این انگشتمون که بزن کلیک کن شروع بشه. هر چی زدیم نشد و خلاصه بعدم گفتیم خب اب نداره دیگه، دوستان متوجه میشن، مثل آقای اکبری بالاخره بعد رفته، مثل فرخ بعد رفته بود روی مردم تیوی و متوجه شده بود و آمده بود. خلاصه دیروز ما چون دیدیم برنامه چهارشنبه روی فیسبوک پخش نشده، آمدیم و گذاشتیم یه آپشن دیگه یا یه گزینه نسبتا جدیدی گذاشته به نام واچ پارتی، یعنی مهمانی تماشا کردن. دیدید مسابقه که از مثلا طرف به دوستش زنگ میزنه میگه بیا اینجا با هم فوتبال نگاه کنیم، اینا هم رو فیسبوک هم چیز را انداختن و اونه که گذاشتیم بیش از 3000 خورده امروز نگاه، دیروز تالا نگاه کردم. و اجازه بدی این میگه all of your friends were invited، ولی من باور نمی کنم که اینا روی مردم تیوی 9000 نفر روی ببخشید این صدا میده
میخوام اینو ببندمش راحت بیام خدمت شما. بله بله آقای زمانی هم میگه فکر کردم مشکل از منه، بیشتر برنامه هامو پاک کردم باز درست نشد. Hello Sorby مردم، TV is not working on my iPhone. دیگه I don't know what to do. یه کاریش بکن، بزنش به دیوار. آیفون تو بزن به دیوار، برو یه آیپد به خانه بگو برای تولدت بخره. خب آقای افشار آمده اینجا و اینجا میگه شما برنامه داری؟ خب دوست عزیز اگه اینجا هستی که من دارم برنامه اجرا میکنم، اذیت نکن، به قول شیرازی ها عذابم نده. و فرخ امروز یه پیغامی گذاشته بود، اولا دیروز که پیغام گذاشته بود توضیح داده بود که اشکال از فیسبوک بوده، ممنون و متشکرم. ما همون روز تو مردم تیوی گفتیم معلوم شد که اشکال از فیسبوک بوده و امروز یه پیغامی گذاشته که خدا رحمت کنه جهان رو که سال 2010 فوت شد. این ویدیوهایی که شما گذاشتی بعضی جاهاش صدا میوته، میوت یعنی گنگه، صدا نمیده. و ببین فرخ جان، حالا خودت هم اگه بخوای برنامه بعدم بذاری میبینی، شما ممکنه یه آهنگی رو مال خانم شهلا سرشار، مال ایرج، مال گلپا بیاری بذاری پخش کنی، مردم هم گوش بدن برن. اینو ممکنه همون موقع فیسبوک متوجه نشه یا همون موقع یوتیوب متوجه نشه، ولی تا متوجه شدن اون رو بر میدارن، به شما هم یه استرایک یا یه کارت زرد میدن که بعد اگه شدی ستا میندازنت بیرون. در اصل من اصلا نباید اون کار رو انجام میدادم، اون از لحاظ حرفه‌ای هم درست نیست که شما موزیک دیگران رو بدون اینکه پولی به خودش به خانوادش بدی بیای پخش کنی. ولی اون میوت شدن تقصیر ما نیست، تقصیر اونه. ولی خیلی خوشحالم فرخ میگه من نمیدونم اشکال از منه، از سیستم منه یا از سیستم شماست یا از فیسبوک و اینها. این خیلی خوبه که آدم یکم شک کنه، همیشه فکر نکنه سیستم طرف مقابل خرابه. حتما اون روز دیدید که من پیامی رو که آقای بهرام خسرو بهرامی از نیویورک لطف کرده بودن ضبط کرده بودن پخش کردم و چون صدایی نمیمد بهش گفتم که آقای بهرامی شما پیام گذاشتی ولی 4 ثانیه بیشتر دیوریشن یا طولش نیست، و یعنی زمانش از لحاظ چیز، و ما اینجا دیدیم زیر 10 ثانیه اصلا هیچ تا میزنی میره هیچ صدا نمیاد. امروز ایشون لطف کرده یه پیامی گذاشته که البته من تعجب میکنم. حالا چرا تعجب میکنم؟ بذارید بهشون بگم. نگاه کنید این پیام گوگل وایس خسرو بهرامی. خیلی خوشحالم که دیگه شما اون شماره تلفن 703 رو استفاده نمی کنید و آمدید شماره تلفن 202. بذارید براتون بذارم اینجا 202 695 25 73 رو استفاده میکنید. این خیلی بهتره. بله اون 10 دقیقه میتونست پیام بگیره ولی این 3 دقیقه میگیره. ولی باور کنید اگر ما آدم های منظم و مرتبی باشیم و بدونیم چی میخواییم بگیم، نه اینکه تا یکی حرف زد گوشی رو برداریم بخواییم جواب بدیم، 3 دقیقه خیلی حرف میشه زد. بمانه پیام آقای بهرامی رو با هم بشنویم. اینجاست. سلام از گردم آقای سوربی، امیدوارم که حالت خوب باشه. تلفن من سالمه، اگه دوست داشتید یه چند تا خبر بود برای شما بینندگانتون شاید جالب باشه عنوان کنم. اگه دوست داشتید وسط برنامه بگو، هر ساعتی که برات اوکیه به زنگ میزنم عنوان میکنم. روز خوبی داشته باشی. آقای بهرامی عزیز، شما الان میدونی، مخصوصا شما چون آمدی و آفیس من دیدی، اینجا نشستی، میز رو دیدی، برنامه رو دیدی، بذار من این تلفن رو برات بیارم. ببین اولا همین که میرم یعنی این تلفن رو ما گذاشتیم یه جایی که از دسترس یا دسترس دوره. نگاه کن شما، ببین این تلفن، این تلفن اسپیکرداری هست که ما برای برنامه ها استفاده میکرد. ببین این تلفن سیمش رو همینجور میکشم 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 به هیچ جا بس نیست. اگر شما میخوای چیزی بگی باید از قبل
با هم قرار بذاریم، نه امروز صبح یه ساعت قبل، ساعت 12:43، یعنی چند دقیقه در صورت اینجوری کار نمیکنه عزیز برادر. من که به شما گفتم اون چی بود، گفت که طرف آمد خونه یه نفر این انگورا رو بر میداشت، به جایی که انگورا رو دونه دونه بخوره اینجوری میکرد تو دهنش میکشید شاخش رو یا خوشش رو مینداخت اون بر. طرف گفت آقا این چه رسمشه، یکی یکی بخور. گفت اونو که یکی یکی میخورن هلویه. این زمان قدیم بود که ما تلفن رو میزمون بود، خیلی هم به خودمون میبالیدیم و افتخار میکردیم که من در برنامه اینقدر تلفن گرفتم، بهبانی معتاد اینقدر تلفن نگرفته، آقای جلیل بهار اینقدر تلفن نگرفته، فلان بیسار. بعد دیدیم آقا این آزادی نیست، این بی خوده، این اشتباهه، ولش کردیم. بعد شما الان اگه زنگ زده بودی، پیغام گذاشته بودی، اقلا یک خبر مهم میشه تو 3 دقیقه که میشه بگی، که میگفتی ما پخش میکردیم. یا اینجوری باید باشه یا دی. بله، مولر offers glimpse into probe. حالا این برنامه مولر هم ما نمیدونیم چیه. میگه آقا سلام به سوربی و بقیه دوستان، منم آمدم و yes this happened to me also. I don't know چی داری به شما میگی، به شما همین اتفاق افتاده، نمیدونم. ضمناً آقای زمانیانم میگه در ضمن همچنین سلام میکنم. بذار ببینیم، ما برنامه استارت اینو زدیم بنده خدا. نه استارت رو زدم آقا، اذیت نکنین، والا بلا ما رو دیوونه کردید شما، چیکار کنین؟ گفت عشق دیوانگی هست، نه عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. بذار ببینم. نه دیگه، این میای روی این داره پخش میشه، ببین این داره پخش میشه، ببین این داره پخش. حالا اگر شما یه لینکش یه بار، من این لینک رو بهتون میدم بذارم اینجا، دوستان اینا رو نگه دارید. اون وقتا اینایی که زنگ میزدن یه دفترچه داشتن، تلویزیون فارس پارس این شماره تلفنش، اندیشه اون شماره تلفن. حالا لینک ها رو نگه دارید، ضمن توی چیزم نگه دارید توی کامپیوترتون، که مثلا اگر یه وقت برنامه یه جای قطع شد بس شد، شما بتونید یک کلیک یه دونه چی میگن فشار دهید. من الان لینک برنامه های زنده رو میذارم اینجا، ولی شما میتونید از خود مردم تیوی دات کام هم برید ببینید. اینو شما با تلفن چیزم، با تلفن های دستی و اینا هم میتونید ببینید. ضمن این که ممکنه تلفنتون وقتی میخواین برین تو صفحه مردم تیوی دات کام بگی که این سکیور نیست. حالا ببینید سکیور چیه. سکیور اینه که میخوان ماهیانه یه پولی از ما بگیرن. عجب برنامه. آخه چجوری شما یه اس اضافه کردی این سکیور شد؟ حالا همش دروغ، همش ماجرای پول بمانه. اینم وایسیم ببینیم آقای مولر چی میگه. و اینم ببینیم، ما اون وقتا چند تا دوست داشتیم که بهشون گفته بودیم از روی به اصطلاح تلفن بهمون خبر میدادن. بله رویل استیل، استیل بله، یس ایدیز اوکی. خب اینم بذاریم اینجا و بریم سراغ برنامه. و اما امروز روز جمعه است، 24 اسفند 1397. 24 اسفند در تاریخ ایران یه چیزی بود در رابطه با رضا شاه، به خاطر همینم اون میدون نمیدونم آزادی شهریاد و بعد خیابون 24 اسفند و اینا اینجوری بود. بعد میگه تست وید یور فون نو آدیو. واسه ببینیم، اذیت نکن آقا، آدیو هم اینجا داریم والا. نمیدونم شاید اونا اینی که شما میگی، من داشتم یه چیزی رو رو فیسبوک تماشا میکردم، دیدم آدیو نداره. اونجایی که علامت زده بود کلیک کردم، بازم نداشت. زدم بزرگ که شد همه صفحه رو گرفت، بعدن آدیو شروع کرد به کار. البته خب حالا احتمالا سعید که نمیشنه به حرف ما رو،
امیدوارم از فیسبوک بشنوه. در هر صورت ببین، اگر دیگران مشکلی داشته باشن من با کمال میل کمکشون میکنم، ولی اگه تو مشکلی داشته باشی چون خودت کارت اینه، میگم برو آقا، برو بگرد پیداش کن، من اذیت نکن. جمعه 24 اسفند 1397 برابر از با 15 ماه مارس 2019 میلادی. اجازه بدید ما بالش 3 نفره رو به شما نشون بدیم که فردا شب در همین نوا، یعنی وقتی اینجوری میکنم باور کنید 15 دقیقه 12 دقیقه تا اینجا راه است. جای بسیار خوبیه، جای بزرگیه، نزدیک هست به 495 و اینها، جاده کمربندی اینجا. حتما بیاین این نمایش بالش 3 نفره رو ببینید. یه نمایشی هم آقای پیروز محبی سالها تمرین کرده و نوشته و دنبالش بوده. اولا خیلی مشکل داشت، همه کس حاضر نبودن تو این نمایشنامه بازی کنن چون میترسیدن، این اصل ماجراست. حالا که بالاخره خودش و یه چند تا از دوستانش حاضر شدن، قرار چهارشنبه سوری، ما هنوز نفهمیدیم چرا ما به چیزی که سه شنبه است میگن چهارشنبه سوری. اگه چهارشنبه سوری و مهمونی باید روز چهارشنبه باشه. خلاصه اب نداره، اینم من بهتون نشون میدم. یک ویدیو هم بعد از برنامه آقای لادن به شما نشون میدم برای همین بالش 3 نفره. و روی فیسبوک آریان پروداکشن یا بعد میگن میدان انقلاب 24 اسفند بود. خب خیلی خوبه، اون میاد، یکی به نام باباشه، یکی به نام بچهشه، یکی به نام خودشه، یکی به نام زنشه، بعدی میاد اونو واژگون میکنه، یکی به نام خودشه، یکی به نام پیامبرشه، یکی به نام ملاشه، نفر بعدی میاد، یکی به نام اونه، یکی به نام اونه، یکی به نام اونه. روزگار غریبی است نازن. بله، میگه که the phone number the phone. نه 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 نه، برنامه رو گوش ندادی. ما از روزی که آمدیم این سیستم جدید، سعید جان، ضمن اینکه از شما تشکر کردیم و گفتیم که اگه ببینی الان هم رو ما شماره رو دیگه برداشتیم نشون نمیدیم، گفتیم با وجودی که ایشون لطف کرده 105 دلار فرستاد و لپتاپ ما گذاشتیم و اینها، شرکتی که آمده جایگزین آدیو ناو شده اون کارش درست نیست و ما عطای این سرویس مجانی رو به لغاش بخشیدیم و گفتیم آقا نخواستیم. گفت چی؟ از طلا بودن خسته شدیم، مرحمت فرموده ما را مس کنیم. بله، آقای فرخ میگه وقتی که من پلی میوزیک این رادیو من و شما و فیسبوک says this song you play is without permission. آها، خب دارم من بهت میگم دیگه، این ماجرا همینه. ولی اونا رو ول کن شما. گفت از چی به کاو به مبلغ از ز صحبت کم کن و یا ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. نوروز سلیبریشن سال مارچ 16 فردا شنبه 16 بعد از 3 دهه فرزان دلجو و آیلین بگین در صحنه تئاتر با شرکت سحر اخوان و هنرمندی علی پورتاش، بالش 3 نفره. The best comedy show Washington DC، کامدی ترین و جنجالی ترین نمایش 20 سال اخیر، نمایشی از فرزان دلجو. این دوستان وقتی که فلایر یا پوستر درست میکنن، میدونم چون اینو میخوان برای چند تا شهر و اینها استفاده کنن، روش شماره تلفن اینا نمیذارن، ولی آقای آرمان که برای ما اینو میفرسه، اون باید این کار رو انجام بده، شماره تلفن، ایمیل، فیسبوک، اینای خودش رو بذاره، حتی محلش رو. در اصل من میدونم که این محل چیز هست، این محلش نووا نوردن ویرجینیا کامیونیتی کالج و درست بغل 495، بغل جاده کمربندی هست. و اما این و بله، بذارید برای اینم بنویسیم که برنامه امروز هست. اوکی، بنویسیم که برنامه هست. خب این هم از این. و اما آقا
آقای امیر حسین لادن با ما خواهند بود، خیلی خوشحالم. متاسفانه در نیوزلند تروری انجام داد، یک دیوانه احمقی، و منو درست یاد این گیم میندازه که رفته کلا و گذاشته سرش، دوربین و بسته اینجا، شروع کرده فیلم برداری و اسلحه هم دستش. این اسلحه رو برنامه رو به صورت زنده پخش میکرده، انگار که حالا مسابقه جام جهانیه و این احمق نادان میخواسته برنامه رو برای دوستاش پخش کنه. اتفاقا این آقای امید حرف قشنگی زد، گو بابا پول دادید اومدید کنسرت، هر کدومتون میاین اینجا هی این تلفنتون رو بلند نکنین برای که پشت سر نفر جلوی باشه. خب شما این کاری که میکنی جلو نفر بعدیه، بعدم خودت مجبوری به جایی که ما رو نگاه کنی تو این نگاه کنی. خب اگه میخواستی از تلفن انقدی نگاه کنی تو خونه نگاه میکردی، بذارید قشنگ استراحت کنید، بعدم وقتی میان خونه این برنامه روی اینترنت و اینا هست. حالا برگردیم به این دیوانه ای که میگه دو سال هم داشته برنامه میریخته که چه جایی بره که بتونه تعداد بیشتری رو بکشه، و متاسفانه 49 انسان رو از بین برد. دیدید مثلا طرف میگه 49 تا مسلمان کشت، ولی وقتی که چیز هست اونا میگن یه مسلمان اومد 49 تا، دیگه نمیگن مسیحی بود و فلان و بیسار اینا. در اصل باید اینا رو بذاریم کنار، این مسیحیه اون مسلمونه. 49 انسان، ما نمیگیم بیگناه چون همه گناه داره، ولی گویا حالا یا نماز جمعه شون بوده، چون اونا بس که از ما یه روز جلوتره، و اونجا هم به شدت مردم اعتراض کردن، خیلی ها چیزهای خوب نوشتن برای مسلمان ها، نوشتن اینها قسمتی از این مملکت هستن. نیوزلند گویا 5-6 میلیون جمعیت بیشتر نداره و 400 هزار نفرش اگه اشتباه نکنم مسلمان ها هستن. درست میگم یا نه؟ یه کسی گوگل کنه خبر بده. اون چی که مهمه، اون چی که باعث تأسفه، اون چی که باعث مایه تأثیر هست اینه که یک نفر رفته در حالی که داشته فیلم برداری رو به صورت زنده نشون میداده، اسلحه دستش تق 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 مردمش شلیک میکنه، بعدم این خشابش که تموم میشه خشاب بعدی رو میزنه. این فیلم روی فیسبوک بوده، روی یوتیوب بوده، روی وبسایت های دیگه بوده، یکی یکی مردم به این نتیجه رسیدن آقا اینا رو نذارین. من هم الان که با شما صحبت میکنم، دوستمون از خلیج فارس برستاده بود، بعد گفتم این نشون نمیده، گواره برش داشتم ولی من خودشو دارم، من دارمش الان ولی نشون نمیدم. به اتنام میگم چرا؟ ثابت کردن که شما وقتی یه نفر میزنه میکشه نشون میدی، دو نفر دیگه میگن چه خوبه من این کارو بکنم. وقتی یه نفر میزنه عکسش نشون میدن، اسمش نشون میدن، دو نفر دیوونه دیگه میگه چقدر خوبه منو تو تلویزیون نشون دادن. اونم تلویزیونی که این روزا هر کسی از تو توالتش میتونه با تلفنش برنامه خودش بذاره و ببینه و اینا. یکی از دلایل مهمی که این کشت و کشتار به این سادگی شده، به غیر از این اسلحه‌های اتوماتیک، گیم ها یا بازی های کامپیوتری. شما اگه بچه‌تون بازی نگاه میکنه و چی میکنه، اگه براش بازی معمولی و فکری بخرین میگه من اینو نمیخوام چون دوستام همه بکش بکش. وقتی بکش بکش میگیری به اینا امتیاز میده، همون جوری که ارتش آمریکا سربازایی رو که میبره عراق و افغانستان و این ور و ور، وقتی آدم ها رو میکشن بهشون امتیاز میده، بهشون درجه میده. توی اون بازی وقتی یه نفر بازی میکنه، مثلا من اینجا نشستم، فرخ اینجا نشسته، اینجوری مثل دیوونه ها اینجوری میکنیم میزنیم، بعد من خوشحالم 15 نفر رو کشتم، یا مثلا اون برنده میشه 18 نفر رو کشت. ولی میریم یه نوشابه میخوریم، میایم دوباره میشینیم، همچین که نشستیم بازی رو از نو که شروع میکنیم همه زنده هستن دوباره، و این اون درد از بین رفتن رو از این جامعه، از این هایتک جدید گرفته. بچه ها احساس از دست دادن فلان فامیل و اینها رو دیگه ندارن. آقا بنده یک آدم تنگندهی سال 92 پدرم فوت شده، 8 سال اونجا، 19 سال اینجا، 27 سال پیش پدر من فوت شد. فیلم ایرانی نگاه میکنم، فیلم آمریکایی نگاه میکنم، طرف با باباشه، اشکم در میاد. نوه‌م اون روز اومده اینجا، نشستیم آلبوم ها رو نگاه میکنیم، عکس من هست، عکس پسرم هست، گفتم عکس
پسرت هم بذار، منم عکس پدرمو میذارم، 4 نسل اینجا باشه. تا فوری اسم پدرم اومد اشک تو چشمام جمع شد. ولی اگه هر رو بشینم گیم بازی کنم، هی من امروز 20 تا رو بکشم 30 تا رو بکشم، هی فردا زنده بشن، که دیگه این نداریم که. یعنی آدمیت و انسانیت و روح و مروت و اینها رو گرفتن از ما. و من یکی از محاسنم، ماشاءالله خیلی محاسن دارم، یکیش اینه که با این گیما هیچ وقت درگیر نشدم. یه چیزی بود اولا تتروس بود، چی بود؟ یه نفر به ما داده بود می نشستی یه چیزی از اون بالا می افتاد، شما نگاه می کردی شکلشو می چرخوندی که این جاش بشه پایین، مثل موقعی که می خوای بار بزنی توی ماشینی کارتونه، مثلا اگر از این وری درازه اینجوریش می کنی که جا بگیره. این بود، فکر کنم تتروس اسمش بود. بله، میگه منم اول فکر کردم بازی کامپیوتریه. من درست وقتی دیدم اینجوری، اتفاقا این دوستمون نوشته بود که این بازی کامپیوتری نیست و این همون فیلم حقیقیه، گویا 17 دقیقه 18 دقیقه یا 22 دقیقه از موقعی که حالا یا با موتورسیکلت رفته یا با ماشین رفته، دم اونجا پیاده شده رفته و اینا، همه رو فیلم گرفته داشته زنده پخش میکرده. و این زنده پخش کردن یه مشکل بزرگیه، همینجوری که الان من و شما نشستیم صحبت میکنیم، من آقای زمانیان از ایران، اون آقای اکبری از آلمان، آقای مانی خورسندی از کانادا، با هم سعید از کانادا کالیفرنیا، با هم ریل تایم یعنی در آن واحد میتونیم تماس بگیریم. یه اشکالش اینی که هیچ کس نمیتونه پوزبند به من بزنه، هر چی دلم میخواد میگم، هر کسی رو گاز میخوام بگیرم میگیرم. ما شیرازی ها میگیم دندون میگیرم، گاز ممکنه الان عوض شده باشه در صورت. و این مشکلی که الان دارن باهاش به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنن که چه کار کنیم. گفتمتون اون روز آقای یه ویدیویی برای من فرستاده بودن، خانمی به نام پروین مال همسرجون.com داشت صحبت میکرد، یه دفعه پرید آقای شبخیز آمد گفت با وجودی که این ویدیو بوده ولی ما نگاه نکردیم و ما الان که نشسته بودیم تماشا میکردیم، این خانم قرار نیست این چیزا رو بگه. که بعد اون خانمه میگه که شما به من وقت فروختی، حالا من هر کاری دلم بخواد تو این وقت انجام میدم. دوتاشون درست میگن. خیلی ها میشه مگه دوتاشون درست بگن؟ بله. حالا من به شما میگم چرا. مثلا شما میای به من میگی من میخوام قالی فروشی را بندازم، منم به شما برنامه میدم، بعد شما میبینی قالی فروشی نمیچرخه، میری یه دختر خانمی رو میاری وایس استریپتیز کنه. خب من جلوت میگیرم میگم آقا تو که نگفتی استریپتیز، اگه گفته بودی استریپتیز من بهت میگفتم یه کانالی برات درست میکنم، تو اون شما از اول تا آخر استریپتیز کن. در هر صورت ایراد زیاد داریم، مشکل زیاد داریم، ولی تلاش کنیم که انسون بمونیم. هی والا بعضی وقتا البته من برام دوستان که چی میفرسن زیرش مینویسم حیوانم آرزوست. اون شعره هست که میگه از دید و دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. ما دیگه والا از این آدم بودن و انسان بودن اگه این هست ملولم و حیوانم آرزوست. ماجرای اشکال فیسبوک و توهم دوستان جنبشی و غیر جنبشی. من اون روز برنامه‌ام که تموم شد گفتم خب ببینم حالا فیسبوک درست شده یا نه، رفتم زدم دیدم درست نشده. بعد یه دفعه نمیدونم حالا خود بابک هروی برام چیزی میفرسته، دوستان میفرستن، بابک هروی هم درست مثل اون آقای جاوید شهافر که آمد اینجا و این فخرآور بهش گفت تو با سوربی تماس نگیری، این سوربی یه وقت دروغ تو رسوا میکنه و اینها، و رفت استرالیا دیگه قهر کرد از ما انگار که مثلا باباشو کشتیم. بابک هروی وقتی آمد اینجا با این گروه های مختلف که نمیدونم دیگه اون دفعه چی بود، چون با فرشگرد نیست، با قرشگرد نیست، با ققنوس نیست، از اون به بعد یا بهش براش هم نوشتم یا بهش دستور دادن یا اینکه خودش مثلا گفته دردی با سوربی تماس نگیرم، یه وقت نوشته یه چیز اینها. و خیلی برنامه جالبی بود. من اولا نمیدونستم که توییتر هم شما میتونی برنامه لایف پخش کنی و بابک چون آمده رو فیسبوک دیده نمیشه پخش کنه، تلفنشو برداشته و زده توییتر و زده یا علی مدد گذاشته و صحبت میکنه. ولی خیلی جالبه، برای خودشم نوشتم شما منه یاد افرادی انداختی که تو کارای ماهواره و ستلایت و اینها بودن و هر وقت پول نداشتن اجاره ماهواره رو بدن قطع میشد،
اینها قبل از اینکه جمهوری اسلامی با کوبا پارازیت بفرسته و دستگاه بخرن، اینها میگفتن این پدر سگ آخوندا ما رو دوباره زدن. تا کی؟ تا 3 ماه آینده. و سیستمشون این بود، میرفتن با یه شرکت جدید با اون اسم میگرفتن، میگفتن این قرارداد، طرف میگه آقا من 3 ماه به شما برنامه مجانی میدم، از سر 3 ماه شما باید پول بدی. میگه باشه. سر 3 ماه که استفاده میکرد، 1 ماه هم میگذشت، اون چک به دست نمیستد، زنگ میزد میگفت چک چی شده، میگفت تو پسته. یه ماه 2 ماهی هم باش بازی میکرد، 5-6 ماه کش میدادن مجانی. دوستان اینایی که هی میان مینیسن ما 100,000 دلار کم داریم، 200,000 دلار کم داریم، 6 ماه مجانی از این ستلایت ها استفاده میکردن. به خاطر همین بود هر از مدتی می اومدن و به شما می گفتن حالا دیگه ارتفاعت رو عوض کن، عمودی افقی، ما اونجا هستیم. برای اینکه دزدی کرده بودن، پول ماهواره ها رو نداده بودن. و ما از روز اول برای که خودمون رو با این ماهواره ها در نندازیم، چون من دیده بودم، خداییش بگم، من هیچ وقت ندیدم این داور از تلویزیون رنگارنگ مشکلی داشته باشه، ولی این مهدی ببخشید مهران صدری دیدم بدبختی اصلا نمیتونه دور و علاوه دو کنه، حالا بخواد یه تلویزیونی منیج کنه. از اون نامزدش پول قرض کرده بود، از خانواده پول قرض کرده بود، 18,000 دلار پول ما رو گرفت بهمون نداد و اینها. و اینا این دنگل دونگو بازی. آمریکایی‌ها یک مثالی دارن، میگه برو از، نمیگه هم قرض کن، میگه برو از فلانی مثلا جیبشو بزن بیا به این بده. یکی پیتر و راب و یه هم چیزیه رابرت و اینها، میگه که برو پول اونو کش برو بیا بده به این. و این تو خیلی از معاملات که بهش میگن پانزی بیزینس این کار میشه. اون کس که میاد به شما میگه 30,000 دلار بده من ماهیانه 5% بهت سود میدم، اولا یه مدت از پول خودت بهت میده، شما میگه آقا عجب بیزینس این داره، به ما هم هیچی نگفت. خب منم بودم نمیگفتم، میخواد محرمانه باشه. بله خیلی محرمانه، چون اصلا بیزینسی وجود نداره. 1-2-3 ماه از پول خودت میده، خود شما به برادر خانمت، به شوهر خواهرت، به خالت، به عمت، به دایت میگه آقا احمقی میری کار میکنی، تا هم خونتو برو بذار بانک، 100,000 دلار بده به این، 5% بهت میده ماهیانه، یعنی سالی 60%، و بشین راحت زندگی کن، 100,000 دلار بده دست این، ماهی 5,000 دلار بهت میده. خیلی ها که میگفتن آقا ماهی 5,000 دلار هم به ما نده، بریز که بیشتر بریزی، همچون بریز روش. خود شما براش مشتری می آوردی که آقا اینم مثل من احمق کلا سر اینم بذار، آقا اینم مثل من استوپید شده کلا سر اینم بذار. و این ماجرا بود خلاصه تا اینکه ما تصمیم گرفتیم آقا اصلا کاری به ماهواره نداشته باشیم، پامون قد گلیممون دراز کنیم، اینم برای که گلیم رو باد نبره یا یکی نیاد ببره، و الا بیشتر از اون دراز نکنیم. ولی فیسبوک خودش نشان نمیداد، نمیشه بفهمی کی برنامه شروع میشه. من متوجه نمیشم. آقای مانی خورسندی میگه ولی فیسبوک خودش نشون نمیداد، نمیشه بفهمه کی برنامه. ما قبلش یه آگهی گذاشتیم، نشتیم 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک، 1:57 شروع کردیم دیگه، بعد باقی شما متوجه نمیشه. خب آقای کابوسی سلام خدمت شما، میگه این کار ملت شریف ایرانی میکنن. من فکر کردم فقط از این کار، فقط آخونده از این کارها میکنن. نه آقا سعید جان، من که به مردم گفتم میگم آقا خانم شما فکر میکنی 21 بهمن که تمام شد، 22 بهمن چراغی که زدن شب روشن شد، ما همه دوست شدیم، دروغو شدیم؟ نه آقا بودیم دیگه، اگه نبودیم که کوروش و داریوش و همه اینا هایی نمیگفتن خدایا اگه هستی این مردم از دروغ دور بدار. البته تو دلشون میگفتن این مردم رو حناق بده از دروغ گفتن. آره دروغ میگفتن، ولی باز همونجوری که برگردیم، من چند سال، 2 سال، 2001 تا 2003 تقریبا میشه بگی 3 سال، 2001 2002 2003 چون 2003 تا آخراش با تلویزیون رنگارنگ بودم، من هیچ وقت ندیدم این داور مشکلی داشته باشه با ستلایت و اینها. حتی دیدم بعضی وقتا 2 تا و 3 تا میگیره به این اونم میفروشه، یعنی
همون تلویزیونی که داد به اون آقای هدایتی آخونده و فلان اینها، تلویزیون های رنگارنگ 1، 2، 3 بود. دلیلش هم بهتون میگم، بعضی وقتا این ستلایت ها مثل کردیت کارت کمپانی ها، مثل بانک ها، وقتی میبینن حساب شما درسته، اون میاد میگه که آقا اگه از این استاتن آیلند داری میگیری بهت میده مثلا مای 30,000 دلار، من بهت میدم 25,000 دلار. طرف میگه آقا من دارم یک سالم با اینا قرارداد دارم. میگه ببین من 2 ماه بهت مجانی میدم، تو کیفیت اینو نگاه کن. اون وقت این میگرفت اینا رو استفاده میکرد. ولی از روزی که به مهران صدری از این تلویزیون فیرفکس پابلیک اکسس که مجانی بود وارد ماهواره شد، 8ش گروه 9 شد، و چون همش پول زنها رو میگرفت معروف شده بود به مهران صدری. تو این منطقه میگفتن جیگولوی یائسه، حالا اینو خانما میگفتن. خب فرخ میگه can you give me some money and I didn't pay back like صدر. نه آقا اون موقع خر بودم، شما دوباره به من میگی میتونی یه مدت خر باشی. خب درباره این که به منم پول بده پس ندم، ما اون روز وقتی که برای این دوست و همشهریمون آقا هوشنگ ترسو، خود هوشنگ میگه من هوشنگ ترسو هستم، گفتیم که هوشنگ جان شما یه پروگرامی رو از ما گرفتی ویت بلستر و یکی دو بار ازت پرسیدم اگه باهاش مشکلی داری من کمکت کنم، گفتی آقا از موقعی که اسباب کشی کردم اصلا زندگیم ریخته به هم، جا نیفتاده. گفتم حالا اگه خواستی این کامپیوتر ویت بلستر 1,000 دلاری هم داخلشه برات پست میکنم، پولم نمیخواد بدی. برای پتیک نفرستادم اینو، برای سعید نفرستادم اینا، چون این پتیک و سعید و اینا تو کار پخش برنامه و اینها نیستن، علاقه شون به خبر و خوندن و اینها هست و برای اون نفرستادم. ولی برای آقای هوشنگ همشهری بچه لب او فرستادم، گفتم خیلی جالب بود. یه دوستی 3 دقیقه بعد از برنامه زنگ زده بود و خیلی هم خوب گفته بود که این پیام برای خودته، گفته بود که خب تو که میخوای اینو بدی به هوشنگ مجانی بیار بده به من، اگه میخوای بدی بگو تو آدرسم بهت بدم. گفتم عجب آدم بی انصافی هست، اقلا نمیگه اگه میخوای بدی به من بگو تا بیام بگیرم، یا اگه تو این منطقه نیست بگه پول پستشو میفرسم، تو برو از وقت خودت پستش کن. میدونید واقعا آدم بی انصافی، تو شوخی کرده بودیم میدونم، ولی آدم های بی انصافی هستیم. اگه ما یکم انصاف داشتیم خودمونو میذاشتیم جای اون. آخه دوست عزیز هوشنگ چند ساله تلویزیون مردم رو حمایت میکنه، حتی وقتی که برای اون پروگرام 200 دلار فرستاد و من بهش گفتم چون هنوز ازش استفاده نکردی اگه نمیخوای مثلا من پول تو بهت بدم، گفت نه اون پول رو بذار به حساب مردم، بازم کمک میکنم. آخه اون اینجوری، شما اینجوری، شما همش هر وقت ما صحبت میکنیم میگی ندارم فلانه، که من میدونم استارباکت حتما دیر نمیشه، نمیدونم حالا ما گردن نگیریم. بله در اصل نه عزیزم دیگه، اون هلو بود و اون ممه بود، ممه رو رولو بود. این عکسی که پشت سر منه این حساب کتاب کامپیوتر هست. میدونید که کامپیوتر با همه ای که این کارا رو انجام میده فقط از 2 تا شماره استفاده میکنه، حتی حرف بلد نیست، با شماره ها حرف مینویسه، حروف، کلمات، حساب کتاب، همه رو با 0 و 1. حالا چگونه مثلا این کار رو انجام میده دیگه اونایی که پروگرام نویس هستن میدونن، ضمن این که این روزا پروگرام نویسام نمیدونن. آقا میری کلاس کامپیوتر همه رو یادت میده، بعد میگه حالا میدونی شما لازم نیست نمیدونم HTML فلان بنویسی. میگه چیکار کنم؟ میگه اینو بخر 30 دلار بذار هر کاری میکنی اون برات انجام میده. اینم از این ماجرا. و اما خانم نسرین ستوده عکسش رو امروز آقای تقی مختار روی نشریه ایرانیان گذاشته و من برگردم باز به این بی‌انصافی، چون یه نفر گفته بود که آقا دروغ میگن. اتفاقا بابک هروی هم درباره نسرین ستوده صحبت میکنه، مقایسهش میکنه با اون خانومی که تو میانمار جایزه گرفت. بعضیا فکر کردن جایزه صلح نوبل گرفته، ولی میگفت جایزه ساخاروف گرفته. و بعد یعنی اینجوری داشت بابک جلو میرفت
که میخواست بگه، یعنی نسرین ستودرم اینها گذاشتن تو آب نمک که برای ما مثل اون علم کنن. و اون خانمه چه سابقه بدی داره، کسی که هیلری کلینتون بغلش کرد و آزاد شد از زندان اینجور و اونجور تا شد رئیس جمهور، آقا میانمار آمدن همه مسلمان ها رو کشتن و آتش زدن و این بدبختان فراری شدن نمیدونم به مالزی و کشورهای همسایش. و یکی دیگه نوشته بود که آقا این نسرین ستوده باهائیه و چون حکومت ایرانم دست باهائی ها و دست مسیحی هاست، این دیگه خیلی جالبه، اینا کاری به هم ندارن. اصلا نسرین ستوده زندان نیست، هیچ کس تو زندان ایشون رو ندیده. حسن خب شما از کجا خبر داری؟ بعد نگاه کنید این خانم ستوده نمیدونم شده مثل دخترهای 20 ساله، اصلا صورتش یه چروک نداره. حالا نگاه کنید عکسی رو که آقای مختار گذاشته، من بهتون نشون بدم و ببینیم ما چقدر بی انصافیم. من اصلا کاری ندارم اما این خانم ستوده بشه رئیس جمهور، بشه حضرت مریم، برای من هیچ تفاوتی نداره. ولی نگاه کنید ببینید که اونی که میگه که این اگر زندان بود که نباید صورتش مثل دختر 20 ساله میشد، این صورت دختر 20 ساله است دوستان. آمریکا و کشورهای مهم اروپایی حکم ظالمانه و هولناک علیه نسرین ستوده را محکوم و خواهان آزادی فوری او شدند. یعنی آمریکا و کشورهای اروپایی هم مثل من و شما دلشون خوشه که اگه یه پتیشن پر کنن بفرستن، آخونده میگن آه روحانی وای چه بد شد، آقای رهبر وای 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 وای، حکومت قاضی فلان بیا چه بد شد، برای ما پتیشن پر کردن بیا اینا. آقا اینا اصلا نه ترس دارن نه واهمه دارن، اینا روز روشن طرف رو میارن تو خیابون اعدام میکنن، شلاق میزنن. من نمیفهمم شما 40 سال گذشته و هنوز متوجه نشدید؟ خب اونم گفتیم و عکس های از ایران بهتون نشون بدیم. ایران عکس، چه صدایی میده این ماوس، این بذار من اینو بذارم این ور ببینم این ماوس بی سیم روشنش کنیم، هندل بزنیم صداش بلکه کمتره. خب این چیزیه که گفتم چون پریروز نشون داده نشد، ما دیروز که گذاشتیم تو اون واچ پارتی، نمیدونم سیستم واچ پارتی چجوریه، شاید چون تازه، یعنی نسبتاً تازه هست، این میاد برای اینو اون میفرسته که سوربی واچ پارتی شروع کرد میاد، چون 3532 نفر دیدن، بعدم نوشته در 13 ساعت. اینه دوستان، ببینید واچ پارتی، بغلش هم عکس یه صد کلی گذاشته، بذارید من پایینش نشونتون بدم که ببینی نوشته. حالا ما از شما پول نگرفتیم که بگیم 2000 تا میبینن یا 3000 تا میبینن، ولی خب وقتی میگیم باید نشون بده. ببینید نوشته این رو سوربی گذاشته 13 ساعت قبل اون موقع که من عکس گرفتم و 3532 نفر رفتن دیدن. اون روز داشتم برنامه آقای مانوک خدابخشیان رو با یک رادیویی هست گوش میدادم و اون آقا خیلی جالبه برای من، همه چی میگن بعد میبینی تبلیغ و آگهی های مال ایران، فروشگاه فلان خیابان فلان پشت لاله‌زار پشت کوچه برلن، اینم معما شده. خلاصه آقای مانوک خدابخشی هم میدونید که از لحاظ مالی خولیا و اینها واقعا دیگه به سرحد جنون زده، یعنی این فکر میکنه تمام سیاست ها رو میدونه، تمام خبرها رو میدونه، از پشکل تا بمب اتم براتون تشریح میکنه، مسائل ارتشی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی همه رو میدونه و هر اتفاقی هم میفته میگه همون جوری که من گفتم. یعنی اصلا ایشون باید اینو ببنده بره یه جایی، از این چیزا هست، عکس کف دست و جام آبی گذاشتن، سرنوشت شما رو، آینده شما رو پیشگویی میکنن، باید از اون باز کنه. داشت توضیح میداد که بله من نمیدونم فیلمام اینجوری بوده، نمره اول شده، از فروزنده زده جلو، از فلان زده جلو. حالا همینو داشته باشید، وقتی که خودش داشت اتکا میکرد به این شماره ها و اینها، یه دفعه گفت که البته فلانی مثلا 500,000 تا داره، این شماره ها رو که نمیشه بهش استناد کرد. بعد اون آقا هم گفت که بله
ما یه روزی اولی که وارد نبودیم با فیسبوک یه پولی گذاشتیم، بعد دیدیم چه خوب شد، مثلا ویدیوهامون از 200 تا رفت رو 6000 تا، ولی بعد دیدیم که نوشته کمبوجیا و نمیدونم این و اون و بله. حالا مثلا ما تو روسیه بیننده داشتیم، ما توی کره جنوبی بیننده داشتیم، توی ژاپن بیننده داشتیم، ولی یه نفر تماس گرفته، نه یه دفعه 200 تا از کمبوجیه. حالا کمبوجیه رو شما بگو کمبوجیه. خلاصه اینم ماجرای این شماره ها و اینها. ولی میگم بعض وقتا واقعا به یه جایی میرسیم، مخصوصا من چون دبیر بودم، من یادمه جاهای جنوب و اینها هم همش درس خوندم، کلاس ها خیلی شلوغ بود. بعدم که دبیر شدم باز هنرستان که درس میدادم، با وجودی که اون کلاس سال ششم رو که اونجا میشد سال سوم بهش میگفتن، چون از کلاس دهم یازده دوازده میرفت اونجا درس میدادم، اونم 40 تا دانش آموز هنرجو اونجا میگفتن، هنرجو اونجا بود و همیشه معلم ها میگفتن کاش که آدم کلاس های خصوصی پیدا کنه، که اونم ما حوصله حالا آگهی بزن تو روزنامه یا به این و اون بگو یک مادری بهت مثلا ساعتی 40 تومن بده و فلان نداشتیم. ولی میخوام بگم اینه، وقتی که بیننده کمتر باشن شما اینو میشناسی اونو میشناسی، باهاش خودمونی شدی. البته باز یه ضرری داره، بعضی وقتا دیگه خیلی خودمونی میشی، طرف گفتم از تو زندان اوین به یه کسی دیگه که تو زندان بوده آزاد شده گفته تو اگه رفتی، تو وقتی رفتی بیرون به سوربی بگو که من نمیدونم کاپیتان فلانی همونی هستم که باهات تلویزیون رنگارنگ رو تأسیس کردم. گفتم آقا من اصلا تلویزیون رنگارنگ مال من نبوده، من مؤسسش نبودم، این آقا لابد با یکی دیگه اشتباه میکنه. و در این کار اشتباه من چند سالی که این تجربه رو دارم دیدم شنیدم که یه نفر میگه آقا امروز این چه حرفی بود تو زدی؟ گفتم بابا من این حرف رو نزدم، بهبهانی معتاد زد. گفت من خودم دیدم خودم شنیدم. گفتم بیا این نوار من شرط بندی میکنیم. گذاشتیم بعد آقا شرمنده داستان رو داشته باشید. ما شنبه ها میرفتیم کباب بازار، یه دفعه رفتیم کباب بازار، وقتی داشتیم میمدیم، یعنی دیگه همون موقع هوا خوب بود و اینها، آقای سیاوش آذری، آقای انوشیروان کنگرلو، چند نفر دیگه از اونا اومدن، مثلا اونا داشتن میمدن ما داشتیم میرفتیم، خداحافظی سلام و فلان اینها با هم. بعد این آقای آذری بنده خدا دستاشم آرترایتیز گرفته و اینها خیلی وضع بد، دست منو گرفت گفت من شما رو خیلی دوست دارم ولی یه دلخوری ازت دارم. گفتم خیلی خوب شد همدیگر رو دیدیم، بگو اینها چیه. گفت شما یه جایی راجع به تختی وقتی من حرف زدم شما اینو گفتی. گفتم آقا من اینو نگفتم، بهبهانی گفت، اتفاقا منم به بهبهانی گفتم اینو نگو، ولی تعجب میکنم که شما من به این خوشتیپی با این بهبهانی پفنگ نمکی چاقالو زشت کچل اون موقع اشتباه میگیری. بعد گفت نه آقا خودت گفتی. گفتم آقا این در حضور آقای کنگرلو، من پولمو میدم دست آقای کنگرلو 1000 دلار، شما هم 100 دلار به دست آقای کنگرلو، ایشون هم قاضی. اگر من گفته باشم که شما درست میگی 1100 دلار مال شما، اگه شما میگی 1100 دلار برگرده به من، 1000 دلار مال خودم 100 دلار. آقای کنگرلو بهش گفت که سیاوش جان یه چی بهت بگم، با این سربی شرط نبند. گفت چیه؟ مگه تو شرط بستی باختی؟ گفت نه، این مغزش مثل کامپیوتره. البته آقای کنگرلو اون وقتا اینجوری بود، چند سال گذشت البته، سیاوش آذری هم بعدا توی برنامه های آقای حالا سعید اینجا هست کاووسی چه خبر از آقای کشاورزنیا، توی برنامه های آقای کشاورزنیا دیدم و اینها، که بعد دیگه بلند شد رفت کالیفرنیا و چند تا تلویزیون مختلف و اینها بمانه. در هر صورت دوستان داستان برنامه ما اینه، نه جنبشی باز کردیم مثل آقای علی جوانمردی، من خبرنگار مستقل هستم، این هیچ کاری به کار اونجایی که حقوق میگیرم نداره، و ما یک برنامه گذاشتیم میخوام امضاهای شما رو بریم بدیم به یک جایی هیچ کم نمیدونه کجا، ولی همه محرمانه هستم، میخوام امضاهای شما رو بریم بدیم به یه جایی. اینا میخوان ببینن اون موقع این ویدیو چند بیننده داشته و چند نفر میان بشینن وقت بذارن ریسپاند کنن.
بعد میگه بله سیستم ما هم چنان دستگاهی گذاشتیم که هیچ کس نمیتونه هکش کنه. آخه آقای جوان مردی، وقتی که کسی که نماینده نامزد رئیس جمهوری، رئیس جمهوری نه نخست، شاید هم رئیس جمهوری نمیدونم، این اسرائیل هم یه لنگش مثل سلطنتی کار میکنه یه لنگش مثل جمهوری، کسی که نامزد شده آخونده تلفنش رو هک کردن، عکسای سکسیش آوردن بیرون که اونم الان افتاده به التماس که من نبودم نیستم. سیستم آخونده رو اسرائیل و مسکو و اینا هک میکنن، سیستم آمریکا رو آخونده هک میکنن. آخه سیستم شما هک نمیشه؟ آخه نکنید به کلاغ گفتن منار یا منار به قول ما شیرازی یا فلانجا، گو احمق یه چیزی بگو که بگنجه، یه چیزی بگید که بگنجه. بعد ماجرای روح الله زم، حالا این پتیکم میگه آقا این زمانی مش آدمای عوضی و نمیدونم نگاه خونهش و نگاه زندگیش بکن، اومده توی اتاقی بچهش اونجا جیغ میزنه، سگش تو اون اتاق واق واق میکنه، این نشسته. البته خود ما هم بعض وقتا اتفاق میفته نوهم میده و میاد، سگ دیگه الان نداریم، بچه هامون فقط سگ داریم. و گفت نگاه زندگی اینا بکن، وقت تو هی اسمشونو میاری اینا مهم میشن، اینا معروف میشن. ولی از همه اینها الان دیگه آقای جوانمردی دیگه وایستاده که بیژن فرهودی که بنده خدا اصلا یه دو روز سنکوب کرده بود تا آمد و صحبت کرد، بعد حالا جوانمردی اومده میگه این فیلمایی که پخش میکنن این فیلم‌ها رو بریده بریده گذاشتن، یعنی اون فیلمی که ایشون صحبت کرده با روح الله عزم، روح الله عزم میگه آقا تو فرشگرد میشناسی، رضا پهلوی اینجوری، ننه رضا پهلوی اینجوری، میخواد بگه همه اینا دروغه. مثل کی؟ مثل نوریزاده، یادتونه نشسته داره سیگار میکشه، سرش گردی تو دوربین، آقا خانم نشون بده بیشتر میخوام، به شما نمیگم آقا، یه وقت نشون ندی چیزی. بعدن میگه من نبودم این فیلمو ساختن. آخه اینقدر بی حیا بیان بگین اشتباه کردم. حالا شهرام همایون درستش کرد برای حتی نوریزاده، گفت آقای نوریزاده شما که اون بلا سرت اومد که میدونی اینا چجوری میان تو سیستمت. آقا نیومدن تو سیستمش، به یه زنی گفتن زنگ بزن، اینم حشری رفته دنبالش، مثل همون شایان کاویانی. شما باورت نمیشه تا حالا چند بار به من زنگ زدن. اتفاقا روح الله زم تو صحبتاش یه چیزی میگه که وقتی اینو میگفت من متوجه بودم که این بلا رو سر منم میخواستن بیارن. یه نفر زنگ زد به اسم خانم فلانی که مال نمیدونم بی بی سی هستم و همون روزام اسم این خانمه بود که از اینجا رفته اونجا و اینها، و آقای سربی ما میخوایم شما رو استخدام کنیم برای لندن. گفتم خب، بعد گفتم که خب شما چرا دفتر اینجا، چرا از اینجا با من تماس نمیگیرم، من بچه های اینجا رو میشناسم و اینا. گفت نه و اینا. بعد پسرم وقتی زنگ میزن میگو من از دفتر خانم فلانی هم. گفتم ببین به خانم فلانی بگو با من با اسکایپ تماس بگیره، ماجرا تموم. تا بگی اسکایپ دیگه دومشو میذاره لای پاش یا دومشو میذاره پشت کولش میره. ولی اینا آدم های خام طمعی هستن، اینا دنبال این هستن که بذار ببینیم حالا شاید یه پولی توش باشه. یعنی خودشونم میگن چیزی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. ایشون نوشته به گنجش گفتن. حالا تو از کجا میدونی که به گنجش گفتن یا به کلاغ؟ از کجا میدونی؟ حالا مثلا شما میگی به گنجش گفتن منار فلانجا، من اومدم به کلاغ گفتم، شما مثل این میمونی که بگی آقا کلاغ که منار میگنجه اونجاش، به گنجش گفتن. اذیت نکن دیگه، وایستادی اونجا سنگ ننداز. ما خودمون جز بچه های تخص مدرسه بودیم، نمیدونم کاغذ یا ماش، تو شیراز گفتن ماشک، شوت میکردیم با خودکار بیک. بیچاره معلم ها، آقای بود آقای چیز مداد، میریختن دم کلاس که این که میاد پاش بره رو مداد بیفته. خب بدبخت هم در باز میکرد میومد، حواش این نبود که حالا نگاه کنه. مدادای گرد بود، نه اونایی که شیش گوش بود تق 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 میچرخید، اونایی که گرد بود خوب میافتد میره. کلاغ جا میگیره. آها من که همینو گفتم. اوکی خب، یا کلاغ شما خیلی بزرگه تو کانادا یا منارها خیلی کوچولو. دوستان عزیز، ساعت 2:53 از 7 دقیقه دیگه شما رو میبرم به فلوریدا تا با آقای لادن باشیم. یه چند تا عکس اینجا گذاشتم بهتون نشون بدم و این تلفنم ماره
دیوونه کرد. بله بذارید آرمان جان، من الان روی برنامه زنده هستم، میخوای صحبت کنی یا بذاریم بعدا؟ اوکی عزیز، مرسی مرسی. بله من گفتم الان بعدم ویدیوش نشون میدم. مرسی، خداحافظ. دوستان الان خبر دادن که این دوستان هنرمند آمدن و همه اینجا هستن و فردا برنامه به راه است. خوبه، هوا هم هوای بهار، اصلا نه سرده نه بارونه نه برفه و ما دو بار برنامه گذاشتیم برای این بنده خدا آقای پرویز کاردان، یه بارم برای آقای مسعود رهنما و هر دفعش برف یخبندون. یعنی توی ویرجینیا ما یه برف و یخبندون معمولا داریم، ولی هر دفعه که برای اینا برنامه گذاشتیم اشکال بود. میگه این ایرانی های معصوم بیگنا محجوب بیگنا رو میگی؟ آره آره همونا رو میگه. اذیت نکن دیگه سعید. سعید فردا شب بیا این نمایش بالش سه نفره ببینیم چی میگن این بالش سه نفره. اتفاقا دوستت اونجاست، آقای خانم آیلین دختر ویگن. خب اینم یکی دیگه زنگ زد و پیغام گذاشت. این اینستاگرام، آها اینا رو من برای بابک فرستادم، گفتم بابک جان تو که ادعا میکنی استاد کامپیوتری، در رشته کامپیوتر کار میکنی، حتی دوستان باهات شریک بودن اونجا کلا سرت گذاشتن، آقا این که خیلی ساده میزدی is Facebook off, is something wrong with Facebook, Facebook down فلان برات بینوش. این چیه که شما میای باورتون میشه دوستان؟ این ببین نوشته اینستاگرام داون. ببینید میگه که while you can open both platform it took. بله همون میگه در حالی که شما میتونید هر دوشو باز کنید ولی هیچ کدومش نمیتونید کاری انجام بدید، و چون اینستاگرام هم مال فیسبوکه. حالا یکی به من بگه چرا فیسبوک میاد مسنجر رو میخره، میگه اینستاگرام رو میخره، میگه یعنی در خونه دیوار همش میشه مال اینا. شما نمیتونی بگی اینو بهش یه چیزی میگن موناپولی. ببینید شما یه شرکت تلفن باشه ورایزون این ور باشه، اون شرکت مثلا بل اتلانتیک اون ور بود، این بهت میگه ما 30 دلار، اون میمد میگه ما 29 دلار. خیلی از مشتری ها عوض میشده، ولی بعضی وقتا میاد این اونو میخره به جای ما 30 دلار، حالا دیگه میگه ما 40 دلار. هر کاری میخوای بکنی بکن، همه این سیما مال ما هست اینجا، کسی هم نمیاد 2 میلیون خرج کنه فقط برای خونه تا سیم بکشه. اینه که تو آمریکا روی این کارا نظارت میکنه دولت. ولی خیلی جالبه بابک با یک آب و تابی توضیح میداد که فیسبوک ما را امروز خفه کرده، و من یه چیزی هم مهم میخواستم بگم، یعنی فیسبوک خبر داشته بابک چه چیز مهمی میخواد بگه، به همین خاطر ایشون را خفه کرده. خوشحالم من، چون خیلی نمیدونم، اول میگم شاید سیستم ما اشکال داشته باشه، بعد میگم شاید فیسبوک اشکال داشته باشه. آقای بهرامی شما هم یاد بگید دوست خوب نازنین، فوری به طرف نگو آقا همه چی من درسته، یعنی سیستم تو خرابه. بگو خیلی ممنون که به من گفتید، من از این به بعد سعی میکنم دو بار پیام بذارم که مطمئن بشم پیامم رسیده، نه اینکه آقا سیستم من که درست. آقا شما داری رانندگی میکنی یه جا میری ساختمون بلند مقصدتون نیویورک، اونجا نمیگیره، چون اون چیزی که گذاشتن اونجا که جمع کنه، نه جمع کنه جمع آوری، پارازیت بفرسته برای چیزا، ممکنه به شما زده باشه نگیره. در اصل ممنونم. بله خب بله فخری، من نمیدونم چرا آقای فرخ برای خواهرش اینجا مینویسه. چی میگی فرخ، شوخی میکنی؟ فرخ آدم شوخیه، ولی بعضی وقتا اشکالش اینه من نمیفهمم شوخی میکنه یا جدی میگه، چون اینو باید خیلی وارد باشی، که البته ایرانی ها همه همینجورن، بیشتر یه چیزی رو میگن اگه شما ناراحت شدی میگه آه چرا ناراحت شدی، من شوخی کردم، ضمن این که شوخی هم نبوده. یه چیز جالب براتون بگم، من امروز 10 دقیقه به برنامه یه دفعه یادم افتاد که ما تا امروز از این سیستم با اسکایپ تماس نگرفتیم با مهمونی و
چون سه شنبه گذاشتیمش، چهارشنبه که برنامه از خلیج فارس آمده بود و امروز که قرار با آقای لادن باشیم زدیم دیدم اسکایپ رو نگذاشتیم و چه خوب شد و الا آبروریزی میشد. خب اینو ببندیم بریم سراغ اسکایپ، عکس ها و اینها رو بعد از اون برنامه بهتون نشون میدم. آقای لادن محقق نویسنده و دو تا موضوع میخوایم با ایشون صحبت کنیم، یکی اون مقاله بسیار جالبی که درباره ققنوس و رضا پهلوی نوشتن. حالا ببینیم که بله اینجا آقای لادن. به به آمد نوبه ها. خیلی ممنون، اجازه بدید من ویدیوی خودم از اینجا خاموش کنم و دوستان عزیز خوشحالم که بعد از یکی دو هفته با آقای امیر حسین لادن هستیم و یه موضوعی بود که من تو برنامه هم خوندم اون نامه رو و قرار شده بود شما صحبت کنید ولی مشکلی پیش آمد و شما کار داشتید نتونستید، حالا با هم هستیم. اون ماجرایی بود که شما در رابطه با ققنوس و اون گف بزرگی که داده بودن، یکی گفته بود من مؤسسشم، بعد گفت حالا چه قابلی داره اون مؤسسشه، تعارف میکنن. بعد من یه ماجرایی هم میگم خیلی سریع. یه سالی اینجا یه برنامه گذاشته بودن میخواستن آقای مدنی، تیمسار مدنی رو آشتی بدن با آقای رضا پهلوی و من به عنوان خبرنگار رفتم اونجا میپرسم معمولا که کی برگزار کنندن که ازش اجازه بگیریم دوربین رو کجا بذاریم. هیچ کی صداش در نیومد، همه نگران بودن که اگر این برنامه گندش بالا بیاد مسئول نباشن. در اصل این رسم آقای لادن، شما گوشی رو داشته باشید تا من چون ویدیوهای شما رو بعدا جدا میکنم و در یوتیوب یا در وبسایت خودتون میذارید، بذارید برنامه رو یه دو ثانیه مکس بدم، برنامه رو اینجور شروع کن. بینندگان عزیز خوشحالم که با آقای امیر حسین لادن هستیم، بهشون سلام میکنم، خوش آمد میگم. آقای لادن میکروفون در اختیار شماست، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان بگید این پرنده آتشین ققنوس، و ما چقدر از این پرنده ها داریم، سیمرغ داریم، ققنوس داریم، حالا جنبش های بعدی بیان اسامی اونها رو بیارن و همه اینها به یه نوعی فقط در رویاها بودن، ما هیچ وقت شاهد نبودیم که اینا در زندگی ما باشن و نقشی داشته باشن. چی دیدید و چی میبینید؟ من که میدونم اینم مثل پرنده های دیگه میپره و از روی سر آقای رضا پهلوی و تاجی نصیب ایشون نمیشه. بفرمایید با شما هستیم. درود بر شما و بینندگان و شنوندگانتون و هممیهنانمون. در این رابطه میبینیم که این روزها تلاش‌های گسترده‌ای میشه برای مطرح کردن رضا پهلوی و زنده نگه داشتن سلطنت که تازه ترین ترفندش همین پروژه ققنوسه که شما بهش اشاره کردین. ققنوس هم جیگو گفتین یه پرنده افسانه‌ایه که قرنها زندگی میکنه، سپس دست به خودسوزی میزنه و از میان خاکستر دوباره سر بیرون میاره. انتخاب این نام ققنوس در این رابطه جالبه چون بیشباهت به سلطنت‌های دیکتاتوری و خودکامه در میهنمون نیست. حکومت‌هایی که مانند ققنوس قرنها همه چیزو در اختیار دارن ولی خودکامگی و مطلقگراییشون باعث میشه که همه چی رو نابود کنن و تنها ارمغانشون هم برای ایران ایرانی همون خاکستری که از ققنوس به جا میمونه، یعنی یک کشوری عقب مانده، ملتی درمانده و یک فرهنگ مریض. پروژه ققنوس با یه تضاد و دوگانگی آغاز شده. نخستین جلسه رسمی و معرفی این پروژه از طرف رضا پهلوی انجام شد. بعد رئیس پروژه در ضمن گفتگو میگه که ما یک سازمان علمی مستقل هستیم. چند لحظه بعد خبرنگار ازش میپرسه که خب رابطه شما با رضا پهلوی چیه؟ میگه که
شاهزاده رضا پهلوی مبتکر ققنوس هستند. سالهای سال به این مسئله فکر کردند، سرچشمه این برنامه هستند. در ادامه میگه ما همیشه از رهنمودهای ایشان بهره‌مند خواهیم بود. خب من اینجا پرسش برام پیش میاد، این رضا پهلوی چه تخصصی داره که دانشمندان و متخصصان ایرانی باید همیشه از رهنمودهای ایشان بهره‌مند باشن؟ این درست همون روشیه که محمد رضا رو برد به جنون خود بزرگبینی، خودشیفتگی و همون غروری که باعث شد توی جلسه هیئت وزرا بگه من سرچشمه قدرت هستم در کشور. خب حالا ببینیم واقعا تخصص رضا پهلوی چیه؟ از دید من نخستین تخصصش اینه که نام خانوادگی پهلوی رو به یدک میکشه و صدها میلیون دلار ثروت‌هایی که پدر و مادر تاجدارش و خانوادهش از ایران بیرون کشیدن ایشون وارثشه. و دوم اینکه رضا پهلوی پس از 40 سال حرف زدن، مصاحبه کردن و وعد و وعید دادن متخصص در حرفه. با این شعبده بازی ها میخوان ققنوسوار سر از خاکستر سلطنت پدرش بیرون بیاره. پدری که جنون خودشیفتگی و خودبزرگبینی و حکومت خودکامش همه چیز رو به نابودی کشید. تازه تو پایان کارم به جای این که به جای حفظ ساخته های کشور، به جای پشتیبانی از قانون اساسی، یارانش رها کرد. دوباره صدا بده؟ نه خوبه، بفهم. و دوباره فرار کرد. رضا پهلوی در این توهمه که با این ترفند پروژه ققنوس میتونه یه مشروعیت و مقبولیتی کسب کنه و در سایه دانشمندان فریب خورده رژیم پدر بزرگ و پدرشو زنده کنه. با یک زیرکی و زرنگی عوام فریبانهی دودوزه بازی میکنه. هرگاه یه پرسش مشخصی از اون میشه به جای پاسخ دادن ویراج میده و میزنه به صحرای کربلا. ازش میپرسن که راجب این که پدرش حکومت خودکامه داشته، میگه پدر من همه توجهش و تلاشش برای توسعه اقتصادی کشور متمرکز بود. در صورتی که خود پدرش میگه من سرچشمه قدرت در کشور هستم، یعنی میپذیره که یه بودیه، میپذیره که حکومتش فردیه. در پاسخ به کودتای 28 مرداد رضا پهلوی میگه درسته که آمریکایی‌ها از پدر من پشتیبانی میکردن، ولی کودتا افسانه است. داریم بعضی از این دیدهایی که ایشون بیان میکنه راجب انقلاب 57، انقلاب مردمی 57، ایشون میگه انقلاب سیاه. من میخوام ببینم که آیا این انقلاب سیاه همونیه که میلیون ها ایرانی بر علیه خودکامگی رژیم، نابرابری در مقابل قانون، فقدان عدالت اجتماعی، ماها در اعتصابات و اعتراضات سراسری شرکت کردن، کتک خوردن، زخمی و بازداشت شدن و تعدادی هم جونشون از دست دادن، یا این انقلاب سیاه زمانیه که محمد رضا شاه خطاب به ملت ایران گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، یا اینکه انقلاب سیاه نامیدن ماسمالی کردن اعتراف و اقرار شاه به اشتباهات، فشار و اختناق، فساد مالی و سیاسی، خطاهای گذشته رژیم شاهنشاهی بود. رضا پهلوی از یه سو میخواد از نام خانوادگیش بهره ببره، ولی از سوی دیگر نمیخواد مسئولیت‌هایی رو در این مورد این نام بپذیره و نه اینکه تکلیف خودشو با دیکتاتوری و خودکامگی و وابستگی حکومت پهلوی مشخص بکنه. در اینجا من قسمتی از تیتر اون مقاله بود، پسر
کو ندارد نشان از پدر. اینجا در مورد شباهت بیچون و چرای دید و برداشتش با پدر بزرگ و پدرشه در رابطه با دیگر در رابطه با دیگر اندیش. رضا شاه پدر بزرگ ایشون بهترین و آگاه ترین فرزندان ایرانو حتی اونهایی که در به قدرت رسیدنش نقش کلیدی داشتن زندانی، ترور کرد، کشت و نابود کرد. شخصیت هایی مانند عبدالحسین تیمورتاش، جعفر قلی خان بختیاری که بهش میگفتن سردار اسد، برادرش خان بابا، علی اکبر داور، میرزاده عشقی، فرخی یزدی، تقی ارانی، لیست همینطوری ادامه داره. محمد رضا شاه نه تنها مانند پدرش دگراندیشان و زندانی و ترور کرد و کشت و نابود کرد، حتی یه پا فراتر گذاشت. معترضان و مخالفان حکومت یعبودی و مطلقگراش رو چنان قلع و قمع کرد که زمانی که رژیمش در حال سقوط بود و نیاز به یک گروه منسجم و یا چند شخصیت ملی داشت، هیچ سازمانی و شخصیتی باقی نمانده بود جز اسلامگرایان که مورد پشتیبانی او و دستگاه حکومتیش بودند. پدر و پدر بزرگ رضا پهلوی هنگامی دست به حذف دگراندیش زدند که در قدرت بودند، ولی او امروز در زمانی که رژیم فقاهتی هنوز سوار کاره و ایشون نه به داره نه به بار، یعنی هیچ کاره است، فرمان صادر میکنه. به تازگی ایشون گفته اپوزیسیون قدیمی در دولت انتقالی نباید حضور داشته باشد. میفرمایند نیروهای معروف اپوزیسیون قدیمی و کلاسیک برای آینده ایران مناسب نیستند، چون میدونن که رضا پهلوی میدونه که دستش پیش اینا باز شده، مشتش باز شده. حذف اپوزیسیون پیش از رسیدن به قدرت شبیه همون زبانزد یا اون ضرب المثلیه که میگه قصاص قبل از جنایت. این دو دوزه بازی که اشاره کردم بهش، رضا پهلوی در گفتگوی تلویزیونی میگه که در پاسخ به این پرسش که شما سلطنت طلبی یا جمهوری خواه، میگه که هر دو فرم در کشورمان قابل اداره خواهد بود. البته این پاسخ کسیه که خودشو وارث سلطنت میدونه و داره نون نام پهلوی رو میخوره همراه با ثروتهایی که از ایران بیرون آوردن. این پاسخ جز ردگم کردن، دو پهلو حرف زدن و عوام فریبی نیست. برای تایید این گفتم میخوام به جمله بعدی ایشون توی همین مصاحبه گوش نگاه کنیم. میگه آیا وجود یک نهاد فرامسلکی غیر سیاسی به عنوان یک سمبل وحدت کشور همچنان برای مملکت ضروری است یا نیست؟ ببینین هممیهنانی که با حرفهای کلیشه‌ای سلطنت طلبها آشنا هستن میدونن که همیشه یکی از دلایلشون برای توجیه سلطنت و نیاز ایران به شاه همین شعاره که رضا پهلوی میده، وحدت کشور. در صورتی که معنی نهاد فرامسلکی غیر سیاسی چیز دیگه است، معنیش اینه که سیستم پادشاهی مشروطه، یعنی سیستمی که قانون اساسی و مجلس شورای ملی و دولت منتخب مجلس حکومت میکنن، همون سیستمی که پدر بزرگ و پدرش هر دو زیر پا گذاشتن، کنار گذاشتن و به جای سلطنت حکومت کردن. اونم نه هر حکومتی، حکومت پدر بزرگش نه تنها دیکتاتوری بود، میگفتن حکومت وحشت رضا شاهی، حکومت خودکامای فردی محمد رضا شاه. این باز دوباره اینجا میخوام برای این گفتم، برای این ادعام
از جملات و گفته های خود محمد رضا شاه استفاده کنیم. ببینیم چی میگه. محمد رضا شاه در پاسخ به مندرجات قانون اساسی در مورد سلطنت کردن و نه حکومت، ببینید چی میگه. میگه که در مورد، میگه یک رابطه طبیعی ما بین شاه و ملت برقرار است. در مورد حکومت رضا شاه و خودش میگه، و این یه چیزی که باید همه به ذهنشون بسپارن، گفته خود شاه میگه دیکتاتوری پدرم الزام داشت، یعنی بهش نیاز داشت، و حکومت امروز فردگرای من نیز مورد نیاز است. این کاملا در چارچوب پروژه ققنوس و گفتار رئیس پروژه است که میگه شاهزاده رضا پهلوی مبتکر ققنوس هستند، سرچشمه این برنامه هستند، و میگوید ما همیشه از رهنمودهای ایشان بهره‌مند خواهیم بود. وای بر ملتی که از گذشته خودش هیچ نمی‌آموزد. سپاسگزارم. من ممنونم از شما، ممنونم از دوستان که با شنیدن صحبت‌های شما، اونها هم در برنامه شرکت میکنن و نظر میدن. اولین نفر آقای فرخ سپهرار نوشتن که من با آقای لادن شدیداً مخالفم. خب من از شما اجازه میخوام آقای لادن به ایشون بگم که خب این برنامه رو به عنوان یه تبلیغ مجانی برای ققنوس حساب کنید. شما وقتی با آقای لادن مخالفید یعنی با اونها موافقید، به اونها بپیوندید. این جواب شما. حالا منتظر جواب آقای لادن هم میشیم، شما یادداشت کنید آقای لادن. ولی آقای ارسلان، قبل از فرخ ببخشید، آقای ارسلان نوشته بودن، آقای ارسلان دبیری نوشتن آفرین آقای لادن، من با شما خیلی موافقم، مرسی. ایشون مجددا نوشتن که آقای لادن شما یک شخصیت آقایی هستید، یا آقایی هستید، ما به افرادی مثل شما محتاج هستیم. من فکر میکنم این کاملا درسته، به همین دلیل هم هست هر وقت که تونستم از آقای لادن خواهش کردم و ایشون هم لطف کرده، با وجودی که مشکلات و کار و گرفتاری زیاده با ما بودن. این هم آقای ارسلان دبیری. و اما بریم کانادا. خواهر آقای فرخ سپهرار، خانم دکتر فخری، ایشون نوشتن که بپرسید هر حکومتی اگر مردم مخالف این دولت باشند اجازه میدهد و قدرت بگیرند؟ یعنی شما اگر کاری دارد و کسی شما را بخواد از کار برکنار کند، نوازش میکنید یا عکس العمل نشان میدهید؟ یعنی این بر علیه خصوصیات هر انسان است. من نمیدونم آقای لادن چه کار کرد که چیز قطع شد، به اصطلاح تماس ما قطع شد. اجازه بدید من دوباره تماس بگیرم، یا شاید به من گفتن خیلی صحبت کردی. بذارید باید به ایشون پیشنهاد کنم از دو تا کامپیوتر استفاده کنن، یکی برای ارتباطمون برقرار بشه، یکی برای اگه میخوان به اصطلاح چیز کنن. Isn't online, try Skype to phone. احتمالاً دستشون خورده به چیزی که خاموش کرده اسکایپ رو. اجازه بدید من برگردم اینجا تا زمانی که خود ایشون با ما تماس بگیرن. و آقای ارسلان دبیری میگه وای بر ملتی که از گذشته خود نمی آموزد. کاملا شما درست میگید، و میگن کسی که از گذشته و تجربه گذشته استفاده نکنه، گذشته رو تکرار میکنه. این که میگن تاریخ تکرار میشه، همیشه تکرار نمیشه، فقط برای ملتی تکرار میشه که از گذشته خود پند نگرفتن. ولی اونجایی که خانم دکتر فخری سپهرار میگه که بپرسید هر حکومتی اگر مردم مخالف آن دولت باشند اجازه میدهد و قدرت بگیرند، من اینو متوجه نمیشم. ببینید کسی که میاد میگه که حکومت یا سلطنت موهبتی است الهی،
که به وسیله مردم به من داده شده، یعنی مردم رأی دادن یا مردم، ببینید اینا انقدر قاطی پاتی گفتن که خودشون هم دیگه بعدن نمیدونن چیه. مثل این دوستان مسیحی هست، یه وقت میگن خود مسیح لرده خدا، یه وقت میگن که نه خدا باباشه، بعد ماجراهای این حالا مریم و خدا و اینها، بعضی ها میگن که بابا این رئیس همه تجاوزکارا که باید خدا باشه، که به مریم فلان، به اصطلاح مریم چی میگن اینا، میگن ویرجین مری، مریم مقدس ما میگیم خیلی ها، اینا میگن مریم باکره، ما که همیشه تو ایران مسئله باکرگی و فلانی بسیار جوک هست و اینا، اینجا میگیم مریم مقدس. به نظر میرسه که آقای لادن اسکایپشون برقرار شد، بذارید من یه تماس بگیرم. و بله جناب لادن، در زمان رضاشاه شرایط ببینید خانم آقای اکبری، این ماجرایی که آخوندا هم حتما فردا میگن در اون شرایط، دیدید ما همش میگیم در این شرایط حساس، حالا میخونیم ببینیم آقای اکبری چی گفتن. آقای لادن نمیدونم شما چه کار کردید، قطع شد و برقطع شد. اوکی، خب باید براتون بگید تولدتون که من یه بکاپ بدری بخرم که این اوکی پس نگید این کامپیوتر رو نزدید داخل اون، یا اگه بکاپ بدری دارید سعی کنید مودم سیستمای اینترنتتون رو از اون بگیرید که حتی برقم که قطع میشه وصل بشه. خب آقای لادن تا شما نبودید دو سه تا سوال، حالا نمیدونم میخواین اونا رو پاسخ بدید. بعد آقای اکبری از آلمان میپرسه اپوزیسیون قدیمی دیگه چیه؟ من میتونم جواب ایشونو بدم؟ من آخه شدم شاگرد شما، یه چیزایی رو یاد گرفتم، مثل تو دانشگاه اینا هست استادیا بعضی وقتا میگه. ببینید آقای اکبری، اینا میخوان به این وسیله بگن ما دوستان با تجربه و آگاه رو کنار میذاریم، یه مش جوان احساساتی رو میاریم که از تاریخ چیزی نمیدونن، به همین خاطر افرادی مثل آقای لادن و دیگران رو میگن اینا کلاسیکن، یعنی اگه یکم دیگه بذاری دو سه تا جلسه بذارن به اینا میگن پیروپاتال، الان میگه کلاسیک، میگه من جوونا رو میخوام. شما این آقایونی که میارن تو تلویزیون نگاه کنید، پسره فکر نمیکنم 30 سالش باشه، این اولا فکر میکنه دوران شاه همین ماجرای عسل در جوی و نمیدونم شیر در جوی و اینجوری بوده، از بس دروغ گفتن توی تلویزیون های لس آنجلسی و از بس توی این وبسایت ها برای همدیگه ناز کردن و چی میگن دروغ گفتن. بله آقای اکبری مجددا نوشتن که جناب لادن در زمان رضاشاه شرایط جامعه‌ای که از قاجار به پهلوی رسیده بود مقداری دیکتاتوری شاید لازم بود تا کشور جمع جور بشود، ولی پهلوی دوم از سال 1330 مقداری زیاد روی کرد که مقصر اصلی را بادمجان دور قابچین‌های اطرافش باید دانست. به من هم رو بدهن دیکتاتور می‌شوم. بفرمایید. و من دوست... با کل این مسئله که ایشون ترک کردن مشکل دارم. در درجه نخست حتی اگر بپذیریم که در زمان‌های نیاز به این هست که قدرت مرکزی صفر رفتار کنه، ولی مسئله صفر رفتار کردن با عامل بیگانه بودن و برنامه‌های بیگانه رو اجرا کردن دو تاست. من حاضرم که مملکتم دست اینجور اشخاص نباشه تا اینکه شعور پیدا کنیم و یک دولت ایرانی غیر وابسته داشته باشیم. حکومت رضا شاه به ایران لطمه‌های جبران ناپذیری زد، یک دونه از اونها اسمش هست لایحه الحاقی 1933. من پیشنهاد میکنم که این دوستانی که این صحبت کار میکنن برن یه مقداری این مسائل رو نگاه کنن، ببینن که چه لطمه‌هایی، چه میلیاردها دلار به ایران لطمه زدن و ایران رو گذاشتن در اختیار دیگران. و حکومت محمد رضا شاه حساب زیاده روی نیست. اولا که به سلطنت رسیدنشو قبلا در برنامه گفتگو کردیم با هم، و دوما این که میبینین که از با سرنگونی حکومت دولت مصدق و این که میخواستن نفت و پس بدن باز دوباره
بذارن دست انگلیس و این بار انگلیس و آمریکا، 25 سال CIA و آمریکا در درون دستگاه محمد رضا شاه حضور داشت و براش تصمیم میگیره. برین همین دوستان سلطنت طلب یا طرفدارای پهلوی برن حداقل کتاب شاپور بختیار رو بخونن به نام یک رنگی، ببینید که در مورد شاه چی میگه. میگه شاه به جای اینکه پایگاه مردمی داشته باشه وابسته بود به بیگانگان و بعد موقع که دارن از میکنن ازش حمایت نمیکنن، میگه من هر چی اینا خواستن انجام دادن، من نمیدونم چرا با من دارن اینطوری رفتار میکنن. آره این آقای انصاری هم گفتن که بارها به من میگفتن که من همه چیز به اینها دادم، چرا؟ یعنی یه جوری درست مانند ترامپ. من ترامپ وقتی شخصیتش میبینم یاد این دیکتاتورا میفتم و از لحاظ دیکتاتوری هم میدونید که این دیروز گفت که به اصطلاح مردم مواظب باشید، پلیس با منه، ارتش با منه، موتورسواران با منه. بعد دیشب تو برنامه ها میگفتن این احمق هنوز فکر میکنه موتورسوارا موتورسوارای قدیمی هستن که میان کافه ها رو میریزن. الان وکلا دکترا موتورسواری میکنن آخر هفته برای که به اصطلاح اعصابشون راحت بشه. آقای لادن بحث طولانی شد. خانم خب خیلی خوشحالم که آقای فرخ طرفدار ققنوسه، یه نفر به ققنوس پیوست، ولی جالبتر اینه که خواهر ایشون که دکتر هستن و روانشناس هستن و من خیلی از نوشته های ایشون استفاده میکنم تو برنامه هام، ایشون نوشتن که مسئله جنگ نیست، مسئله این است که این دولت برود. آیا بد هست که این دولت برود؟ که گروهی متخصص جدا از سیاست بازی باز بازسازی ایران تلاش میکنند. مثلا شرایط منتال هلت در ایران خوب نیست و از من نیز کمک خواستند که هنوز تصمیم نگرفتم ولی کارهای میشود کرد. مهم این نیست چه کسی این پروژه مالکی است، مهم راههایی که برای کمک به ایرانی است و این جناب دقت کردند که رضا شاه چه کرده. بفرمایید. خب ببینین منم با یک بخشی از گفتار ایشون همراه هستم و همگام هستم با اون، اینی که ما در آینده ایران پس از سرنگونی این رژیم و داشتن یک رژیم ملی و مردمی به امید اینکه یک جمهوری دموکراتیک ایرانی باشه، ما نیاز داریم به متخصصین، نیاز داریم به دانشمندان و پژوهشگران، به کسانی که بخوان آینده ایران رو بسازن. مسلمه ما کمبودهای بسیار بسیار داریم و هر پروژه‌ای که کمک کنه، حالا میخواد روانشناسی باشه یا پروژه‌های ساختاری، ما نیازمندیم و باید این کارو بکنیم. ولی اینی که ایشون میگن یک گروه که وابسته نیست، این کاملا نادرسته. من به ایشون پیشنهاد میکنم برن جلسه، اولین جلسه رسمی رو که خود رضا پهلوی افتتاح کرد، برن به اون ویدیو گوش بدن. فکر کنم ویدیوشو حتی اگه بخوان میتونن در زد 10-15 دقیقه گوش بدن، ببینن که رئیس پروژه چی میگه. من که چند لحظه پیش گفتم نمیخوام تکرار کنم. ممنونم. آقای فرهاد زمانیان که هنرمند هستن، نقاش هستن از ایران، نوشتن که همون جوری که شما گفتید که ققنوس خودسوزی میکنه و خودش از بین میبره، خانواده پهلوی هم این کار میکنه. منظور ایشون به دوتا فرزند فرح هست که من فکر میکنم کار خوبی نباشه که ما از به اصطلاح خودکشی اینها بیایم استفاده کنیم، هر قدم که با خانواده پهلوی مشکل داشته باشیم. در صورت من نظر من این هست و نمیدونم نظر شما چی هست در این رابطه. من اصلا من حتی از به هیچ عنوان از مرگ دشمنم هم شاد نمیشم، من قبول ندارم مثلا. خب خانم دکتر سپهرار از کانادا میگن که من بله اون رو دیدم. فقط یه چیزی من الان از این دوستان سوال میکنم بعد در موردش فکر کنن، اگر میدونن جواب رو روز دوشنبه مهمان من باشن. شما که برنامه رو دیدید
در همون برنامه گفتن ققنوس برنامه 50 سال آینده هم داره. شما بیان به من بگید سال آینده اینا برنامه چیه؟ اون 49 سال، چون من دیگه زنده نیستم، پیشکش شما. شماهایی که فکر میکنید با دقت ویدیو رو نگاه کردید، اینا درست همون نتیجه رو گرفتن، یعنی شما رو احساساتی کردن، بعد رو مغز شما اثر گذاشته. ولی از خودتون بپرسید، یه جایش ایشون میگه که ما فکر 50 سال آینده هم کردیم، مگر اینکه مثل دیگران بگن این پرونده مخفی هست و به کسی نمیخوایم بگیم و شما فقط دنبال ما را بیفت، کاری نداشته باش. آره، اگه برنامه دیدید بیان مهمون من باشید، برنامه اینها رو به زبانی که من بفهمم، چون من نفهمیدم برنامه اینها چیه. خب یه مشتی مهندس و دکتر، مگه ما کم داریم؟ جمع شدن میخوان چه کار کنن؟ فردا با چاقوی جراحی برن بیفتن پاسدارا رو بکشن؟ برنامهشون چیه؟ شما رو از کانادا چجوری میخوان ببرن؟ شما رو دعوت کردن، بله بیان تو جلسه دوم، حالا با یا با اسکاپ یا حضوری، بعدش میخوان چیکار کنن؟ در صورت ممنون و متشکرم، میدونم که شما هم کار دارید آقای لادن، امیدوارم هفته آینده باز با ما باشید. اگر یه صحبت دیگه هم قرار بود انجام بدید بذارید اینجا نوشتم، شما یادتون میاد درباره چی بود؟ اگر بخواییم میتونیم خیلی کوتاه اشاره کنیم به اینکه جبهه جمهوری دوم. بله بله بفرمایید، چون این روزها هم صحبت از جمهوری ایرانی هست هم بله. جمهوری دوم، البته دور از جونتون جمهوری سوم هم راه افتاده و مثل که ما از این لحاظ هم بخواییم از دیگران جلو بزنیم. بله، یه بله. مقداری درباره جمهوری دوم صحبت کنیم، بفرمایید. حتما، همینجور که میدونین ما 10 ساله که اندیشکده آگاهی و شناختو داریم. این اندیشکده در درجه نخست در این مورد گام برمی داشت که ما باید برای اینکه بتونیم کاری بکنیم، اول باید خودشناسی کنیم. با خودشناسی و خودسازی ما میشیم شهروند، و اگه شهروند شدیم بعد میتونیم یه انجمنهای شهروندی درست کنیم و اینو گسترش بدیم. این شروع اندیشکده بود و پس از اینکه چندین سال این کار رو کرد و تونست یک هسته‌ای به وجود بیاره، اون هسته مأمور این شد که بره و این شهروندسازی و انجمنهای شهروندی رو در همه جا در حد تواناییش توسعه بده. و الان ما دیدیم که طی این چند ماه گذشته اوضاع بحرانی داخل میهنمون و اینکه چجوری از خارج دارن برای ما رهبرسازی میکنن، چلبی سازی میکنن، ما تصمیم گرفتیم که زمان عمل و حرکت الانه و رفتیم دنبال اشخاص و گروه هایی که با ما همباور و هماندیش بودن و دیدیم که در جبهه دوم دو تا سازمان وجود داره که در چارچوب دید و اندیشه ما هستن و ما این یک جبهه دومی که به وجود آوردن ما شدیم، سومین جریانی که به این جبهه پیوسته که بتونیم این هدف رو ببریم جلو. و اون اینه که باورش خیلی ساده است، جمهوری دموکراتیک ایران که همون جمهوری دموکراتیک سکولار یا لائیسیته است، که یعنی جدایی دین از مذهب، دین از دولت، و خود جمهوری یعنی سلطنت نیست، دوم یعنی جمهوری اسلامی نیست، چون جمهوری اسلامی که اصلا میدونیم که جمهوری نیست، ولی چون اونا اسم رو خودشون گذاشتن، وقتی میگین جمهوری دوم یعنی دارین میگین نه به سلطنت و نه به مذهب. و این در یک کپسول شکل این و فکر این گروهه. بله، میخواییم بگین که کیا هستن توی اون جمهوری دوم که شما هم بهشون پیوستید؟ حتما، یکیش از حزب ایران آباد، یکیش از جریان ایران لیبرال و سومیش از اندیشکده آگاهی و شناخت. بسیار ممنون. من صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم دوستان، اندیشکده
آخرش اچ نذارید و تا اونو مینویسید با فارسی هم بغلش نوشته اندیشکده آگاهی و شناخت، همون جوری که میبینید روی صفحه. وبسایتشون هم www.andishkade.net. لطف کنید با دوستان به طور مستقیم تماس بگیرید و اگر شما هم صحبتی داشتید میتونید در برنامه‌های آینده با ما باشید تا با هم گفت و شنودی داشته باشیم. ضمناً آقای اکبری، اولا خانم دکتر سپهران میگن مسئله شاه و وزیر نیست، من با آزادی متوجه نمیشم. زمانی که من ببینید خانم، چه گارانتی به شما میدن که امروزی که میگن بیان امروز اتحاد، فردا همینا سر شما رو نبرن؟ مخصوصا آقای رضا پهلوی که پدر بزرگش سر اونهایی رو که کمک کردن که دولت و حکومت رو در دست بگیره یا برید یا خونه نشینشون کرد. پدرش تمام اونهایی رو که مثل شما تخصص داشتن گذاشت کنار، فقط چاپلوس ها رو دور خودش جمع کرد. مقاله‌ای که آقای لادن نوشتن تیترش اینه: پسر کو ندارد. دیگه شما دنبالش بلدید. آقای لادن من از شما ممنونم، اجازه بدید این دوستانم باز با شما تماس بگیرن. ولی آقای اکبری نوشتن که زمانی که من از شرایط زمانه حرف میزنم منظورم ایران، ایران ملوک و طوایفی بود، در خوزستان شیخ خزعل، در کردستان خراسان و بالاخره این قائل را با من بمیرم تو بمیری نمیشه آروم کرد و احتیاج به کمی خشونت دارد. اجازه میدید من با ایشون مخالفت کنم و بهشون بگم تعریف دیگه ملوک و طوایفی همین حکومت‌های فدرال آلمان و حکومت فدرال آمریکا هست که اگر یک شخص با فکر میومد میتونست اینا رو به وقتی زدی پیروز شدی بهش بگو حالا ببین، یا میتونی بشی زندانی یا میتونی تو شاه باشی من شاهنشاه باشم. آقای اکبری اینا رو تو گوش من و شما کردن، تو تاریخ چپوندن، ما هم خوندیم، چیزی به غیر از این تو مغز ما نیست که بله اون موقع آقا پدر من مجبور بود منو بزنه، آقا بچه هایی که نمیدونم میزننشون باید بزننشون. نه الان ثابت شده که احتیاج نیست. آقای لادن در این مورد شما چی میگی؟ این ملوک و طوایفی رو چرا به این بدی به ما میگن، در صورتی که الان میبینیم که اگر هر کسی منطقه‌ای حکومت کنه، در همین آمریکا دیروز چند نفر رفتن دادگاه و دادگاه میگه ما کاری نداریم که این آقا نشسته تو کاخ سفید، شما به عنوان یه آمریکایی حق داری این آقا رو بیاری در قسمت استان یا فرماندار یا ایالت به اصطلاح دادگاه ببری و مسئولیت سیاسی شامل حالش نمیشه. بفرمایید. ببینید کلید به جای بحث در مورد ملوک طوایفی، اصل مطلب زمینه موجود در جامعه است. وقتی شما راجع به آمریکا و یا راجع به آلمان گفتگو میکنین، زمینه موجود دیکتاتور ساز نیست، یعنی اون بنده ها و امت ها تبدیل شدن به شهروند. علتی که من راجع به شهروند و شهروند سازی گفتگو کردم همینه، یعنی ما نیاز داریم، تک تک ما ایرانی ها باید خودمونو در حدی بسازیم که شهروند هستیم و بتونیم کمک کنیم به دیگران که شهروند بشن. اون زمینه رو به وجود میاره. ما اگه زمینه لازم رو نداشته باشیم همیشه با این مشکلات روبرو هستیم. یعنی در ایران زمینه موجود دیکتاتور سازه، اگر نه چطوری میشه که انقلاب مشروطه با ناکامی و شکست روبرو میشه؟ میشه مشروطه، جنبش ملی شدن نفت پیروز میشه و باز با ناکامی و شکست روبرو میشه. انقلاب 57 پیروز میشه ولی میره به چاه فقاهت، برای اینکه ما زمینه لازم رو نداریم. و اینو میدونم تا زمان اکثر مردم اینو نمیپذیرن، برای اینکه زحمت داره. اینی که شما چند لحظه پیش اشاره کردین به اینکه اینا میگن ما برنامه 50 سال آینده تونم ساختیم، فقط بیاین دنبال ما، مشکل اونه. ما نباید دنبال کسی بریم، ما باید از این حالت یک کشور گوسفند بیایم بیرون و بشیم شهروند. منظورم توهین به کسی نیست، ما نیاز داریم درک کنیم که باید خودشناسی و خودسازی کنیم.
بسیار ممنونم. نه وقتی شما میگید ما، چون خودتون جزو ما قرار میدید، به هیچ کس توهین نمیشه. من از شما ممنونم و امیدوارم این بحثا رو بتونیم در برنامه‌های آینده هم داشته باشیم، شاید نه فقط یک روز در هفته. اگه شما جای دیگه هم برنامه دارید یا مصاحبه دارید برای ما ارسال کنید، پخش میکنیم. ضمناً آقای فرخ میپرسه شما صحبت فلانی رو شنیدید که میگی به ما بپیوندید و اینا. آقا فرخ، همه اینها میگن همه با هم، منظورشون همه با منن، منو به قدرت برسون، بعدم من قلقمت میکنم. من شنیدم آقای لادن مطمئنن شنیده که به خودش اجازه داده بیاد بشینه مقاله بنویسه، ولی ما داریم میگیم آقا اگه من و آقای لادن اشتباه میکنیم، خیلی آدمای وسواسی هستیم، بدبین هستیم، هم شما اینا رو قبول دارید بپیوند بهشون، هم خواهرتون یه جوری نظر مثبت داره بپیوندید، بعدم ما رو در جریان بذارید از برنامه‌های اینها. خیلی ممنون از یکایک که شما آقای لادن. از شما هم ممنونم، اگر باز صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه با امید دیدار شما باشیم برنامه‌های آینده. آخر هفته خوبی رو برای شما و بینندگانتون و هم میهنانمون آرزو میکنم. مرسی، ما هم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. اسم ایشون رو در گوگل تایپ کنید، ویدیوهای بسیاری هست، یا اگر در یوتیوب میتونید ویدیوهاشون رو ببینید. و اجازه بدید که من اینجا عکس خودم رو بیارم، این اتوماتیک داره میره رو تصویر آقای لادن که اینجا هم دریچه ویندو رو داره نشون میده. یک لحظه، بله، افکت یک و اینجا هم اوورلی نو. بله، آقای آرمان تماس گرفت، آرمان شهبازی، ببخشید اینجا هستیم، نه درست شد. خب این نو، این هم درست شد، نو و هشت و هفت و شیش و پنج و چهار و سه و دو، اینا رو که میگم دوستان این هست، به صورت خیلی سریع بهتون نشون میدم. یکیش مینویسه امروز چندومه به فارسی، یکیش مینویسه که مردم تیوی دات کام، یکیش مینویسه که امروز به انگلیسی چه تاریخی هست، بعد یکی دیگرش مینویسه ایمیلمون رو، یکی دیگرش شماره تلفن رو. آها دو تا اینفو داریم، اوکی. یکی دیگه شماره تلفن رو مینویسه و یکی هم مینویسه تماشا کنید، نظر بدهید، مهمان برنامه های آینده ما باشید. یکیش میگه شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از این بهتر دیگه ما نمیدونیم چیه. ببینید علامت تخت جمشید دارن، من نمیدونم، از خودشون سوال کنید. ببینید قرار نیست من همه کارهایی رو که دیگران انجام دادن من براشون جواب داشته باشم. آقای لادن اگه هنوز برنامه رو میشنوید، آقای فرخ سوال میکنه، بدونید اشکار ما چی شده، پیگیر نیستیم. از این تلویزیون میزنیم تا این داره حرف میزنه، حرفامونو میزنیم یا مینویسیم، تموم شد میریم تلویزیون دیگه. اینجوری نیست که حالا یه برنامه رو دیدیم، قلم کاغذ، تنها پتیک این کارو میکنه، قلم و کاغذ برمیداره میشینه، حالا یا آبجو یا چای یا نون و خیار هرچی میذاره، نگاه میکنه، مینویسه، مینویسه آقا شما در دقیقه فلان اینو گفتید، این اینجوریه، در دقیقه فلان اونو گفتید اینجوری. شما الان برای اولین بار قولتون میدم این اندیشکده رو دیدی، هرچی ما نشون دادیم تا الان نرفتی یه سر بزنی، برید اونجا بنویسید چرا شما عکس تخت جمشیدی گذاشتید. خب من از شما سوال میکنم چرا نذاره؟ تخت جمشید مال همه است، مال همه ایرانیان، حق داریم عکس ها رو بذاریم. در اصل نمیدونم چون ما سوال که میکنیم منظورمون اینه که حالا میخوایم یه جوابی اون بده، بر اساس جوابش میخوایم دوباره یه سوال دیگه و همین کشش میدیم، خیلی کشش میدیم. ببینید این جناب برای گروه خود تبلیغ میکند که آنها راست میگن. خب همینه، عجب، همه برای گروه خودشون تبلیغ میکنن، شما هستی که انتخاب میکنی. شما انتظار دارید آقای لادن بیاد برای گروه رضا پهلوی تبلیغ کنه که باورش نداره؟ خب اون وقت که خود شما میگید این آقا دروغگوه، پول گرفته، ایشون باور داره، 10 سال زحمت کشیده، نشسته با دوستاشون یه اندیشکده ای رو درست کردن، خرج وبسایت، مخارج نمیدونم تهیه مطالب، فیسبوک، برو بیا، مهمونی، همه ماه گذشته مهمونی داشتن، دعوت کردن از همه که بیاین اورلاندو بود مسکه. من واقعا تعجب میکنم،
که من بیام تبلیغ، مگر اینکه من پول داده باشم، و الا تا اونجای کشی برخلاف گفته خودم که نمیام حرف بزنم. نظر خودم، نظر من اینه که آقای رضا پهلوی هر مرغ زنده‌ای هم بالای سر این بیاد، ببخشید حالا میگفتن اون مرغا میان میشینن رو سر ایشون، امیدواریم خرابکاری نکنن، انتخابش کنن، این مرغا رو میکشه. اینم ترامپه، ترامپ به هر چیزی دست میزنه خراب میشه. برید ببینید الان چند روز گذشته چند تا ماجرای جدید، چند تا شکایت جدید، و این احمق دیروز دیگه تهدید میکنه مردمو، میگه که پلیس طرفدار منه، ارتش طرفدار منه، و موتور سوارا طرفدار منه. همه اومدن گفتن آقا ما کی طرفدار تو هستیم؟ ارتش آمریکا حتی اجازه نداره تو شهرها بیاد، ما کی اسلحه میکشیم بر مردم خودمون، رو مردم خودمون؟ ولی این دیوونه است، این داره جاده را باز میکنه، پیو میکنه، اسفالت میکنه، صاف میکنه، برای که فردا بگه من میخوام رئیس جمهور دائم بشم. چرا اینقدر پول خرج میکنی؟ انتخابات میذاری، 15 نفر الان اومدن میخوان چیز کنن. کسی که دست تکون دادنش همه رو دو سال داشت میخندون، حالا دیروز تا این جوونه آمده دستشو خب زیاد تکون میده. خیلی ها برای اینکه بتونن نظرشون رو منتقل کنن کمک میگیرن از صورتشون، از دستشون، حرکتایی میکنن که طرف رو بتونن، یعنی عادت شده براشون. این دیوانه ترامپ شارلاتان میگه این یا دیوانه است یا خب همین جوریه. آخه دیوانگی به اینه که مثلا سوربی وقتی حرف میزنه دست زیاد تکون میده. برید نگاه کنید 15مین نفری که آمد اسمش هست، اتفاقا مثل باراک اوباما که با بی بود و او بود، اینم چیه مثل برتو، چی بهش میگن، در اصل انقدر 15 نفر هم. ما میذاریم همه اینها از الک برن، بعدم یک صحبت کنیم. ببینید دوستان، شما زنگ بزن به تلویزیون ایران آریایی، زنگ بزن به نمیدونم چند تا تلویزیون شاه اللهی داریم، بگو آقا چرا از مصدق حرف رو میزنی؟ هر وقت از مصدق حرف میزنن فوش میدن. بابا اولین کسیه که دکترای چیز حقوق داره تو ایران، اینا بهش میگن بی سواده، چون فامیل قاجار بوده. در صورت این ماجرای ملوک و طوایفی رو آقای اکبری یه مقداری بیشتر روش دقت کن، اینا عمدن این اسم رو همینجوری دارن میکشن، و الا شما وقتی میگی منم شاهنشاه ایران، اون وقت شما وقتی شاهنشاه هستی 4 تا شاه هم باید داشته باشی، نه که همه رو بندازی بیاد بگی من شاهنشاه، اونم خالی میشه. حضرت عباسی منم ملا لغتی هستم، بعد از پخش زنده دوباره تکرارش رو نگاه میکنم. این خیلی خوبه. پس از اینکه طرفدار پادشاهی کوروش هست، آقا این چه حرفی شما میزنی؟ اصلا این ماجرای تخت جمشید و اینا چه کار داره؟ شما مثلا اینجا میری این بیلدینگ فراماسونا عکس میگیری، شما طرفدار فراماسونا هستی؟ اون وقت فرهنگ با حکومت فرق میکنه، همه رو مثل گاو نریزیم یه جایی. ما هم همین این آخوندا همه چی رو قاطی میکنیم. اون یه فرهنگی بوده، اون کاخ و فلان و اینها یه فرهنگی بوده، فقط هم مال کوروش نبوده. شما برو ببین ساختن تخت جمشید، یه نفر اینجا بنویسه چند تا داریوش و چند تا کوروش توش بودن. والا من که یه کوروش بیشتر نمیشناسم، اونم کوروشیه که فکر میکنم تو پاسارگاد تو قبره. بعد اصلا فهمیدیم که آقا اینا اگر هخامنشیان اگر زرتشتی بودن که قبر نباید داشته باشن. نمیدونیم، تاریخ رو بهمون نگفتن، فقط گفتن ملوک و طوایفی بریم ناصرخان رو بکشیم، ملوک و طوایفی بریم شیخ خزعل رو بکشیم، خزعل رو بکشیم، همه رو بکشیم. بعد ما گفتیم خیلی خوب شد، و الا چی میشد؟ آقا یاد که چقدر راه ها ناامن بود. آقا راه رو امن کن، نه که بگو چون اینو کشتم راه امن شد. بله اینا میمدن حمله میکردن. چرا حمله میکردن؟ گرسنه بودن، پول نداشتن، کشاورزی نداشتن، اونا رو راه بنداز. بعدم بله هر کی حمله کرد همونجا سر همون جایی که حمله کرده به دار آویزونش کن.
به این سادگی نیست که من و شما نگاه میکنیم. ماها آدم های خوبی هستیم، آدم های ساده هستیم، نگاهمونم به تاریخ به مسائل ساده هست، به این سادگی نیست عزیزم. ولی شما خیلی خوشحالم از این تبلیغ بهتر که من امروز دارم برای ققنوس تبلیغ میکنم. دوستان همه تون برنامه من که تموم شد برید به ققنوس بپیوندید. خب آخه بپیوندید که چه کار کنم؟ حالا خانم دکتر سپهرار بهش گفتن این دیوونه هستن ایرانی ها، ما به کمک شما احتیاج داریم. این قسمت چه درست میگه؟ شما آقا فرخ میخوان چه کار کنید؟ بهتون بگن میخوان پیک شادی بذاریم، پیک شادی که مجاهده گذاشتن، جنبش شادی که اون مأمور آخونداش داماد رفسنجانی گذاشت، علی چی بود اسمش؟ حمیدرضا زاکری. شما وقتی به ققنوس به پیوندی به عنوان یه عضو بهت میگن چه کار کن. آقا بیا تو این، تو همین چیزای مال دموکرات ها شرکت کن، بیا تو همین چیزای ریپابلیکن ها شرکت کن. بهت میگن، میگن آقا شنبه بیا اینجا این کاغذ ها رو وردار برو پخش، دوشنبه پول بیار، دوشنبه سه شنبه برو از مردم پول جمع کن. بعدم به شما میگن، میگن این پول رو میخوایم جمع کنیم، فلان جا رو چی کنیم، قانون رو عوض کنیم، بریم فلانی رو ببریم نهارش بدیم، فلان کنیم، میخوایم ببریم برنامه بذاریم تو تلویزیون مردم. اینا اینجوری نیست، اینا به شما میگن شما نمیفهمی. ما برنامه 50 سال آینده هم داریم. یعنی چی؟ یعنی من بیشتر از تو میفهمم. دیدید باباها به بچه‌ها تو ایران هنوز هم میگن، هنوز هم میگن آه تو نمیفهمی، من دو تا پیرن از تو بیشتر پاره کردم. یعنی اون بچه هم میگه خب راست میگی دیگه، من نمیفهمم. همش به ما گفتن شما نمیفهمید، ما میفهمیم، در صورتی که دروغ میگن. برنامه فرداشون هم نمیدونن چه خاصه به برنامه 50 سال آینده. من تاریخ ایران و جهان رو خواندم. آقا تاریخی که خواندی، من میگم تاریخ اشکال داره عزیز برادر. شما تاریخ خوندی؟ چند تا کوروش طول کشید تا تخت جمشید رو ساختن؟ تخت جمشید، این کاخ پادشاهی، سربازاشون کجا زندگی میکردن؟ در زمان شاه شما هیچ وقت رفتی تخت جمشید؟ ایدا رفتی تخت جمشید؟ چرا نرفتی؟ میومدی تا من از شیراز بیام برای ما تخت جمشید یه ساعت راه بود اون وقتا. میومدیم نیم ساعت زرغون، 45 دقیقه مردش، یک ساعت تخت جمشید. بعد به شما بگم چجوریه که برای خودش خونه ساخته با سنگ و فلان، سربازاش کجا بودن؟ بیا نگاه که کجا بودن؟ اصلا امکان نداره یک همچین لشکری اونجا بتونن زندگی کنن تو اون منطقه. درست نیست عزیز من. تاریخو کیا نوشتن؟ هر کی برنده شده یه پولی هم داده، یک مجیز نویس میگن ها، نوشته به به زد کش. دیدید اون روز براتون گذاشتم، میگه اسکندر وقتی آمد ایران رو گرفت مستأصل مون، بعد گفت چه کار کنم. بعد یکی بهش گفت که افراد نابکار را سر کار بینداز و فرهیختگان را فلان کن. آقا این مزخرفات چیه؟ یعنی اسکندر سرباز جنگی چی؟ اصلا میدونی چند سال این درس خوند، درس حکومت خوند، کیا بودن استاداش؟ بعد بلند شد همینجوری بریم حالا شیراز بگیریم. ای وای حالا من شیراز گرفتم، حالا چی کار کنم؟ آقا اینا رو بکن بیرون، اونا رو بکن بیرون. اینجوری نبوده که. تاریخی که شما خوندی این بوده. تحقیق برو بکن، چهار تا رو بیار اینجوری ردیف هم. بعد میگه اه 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 این خط خیلی فواصله شد. به هر حال مردم با عقاید مختلف هستن، با دقت که من همیشه بین خطوط را میخونم. باریکلا شما زدی به خال. من بین خطوط را میخونم. وقتی عدالت باشد، هر دولتی میخواهد باشد باشد، شاه یا جمهوری. این همون حرفی که من به یکی از دوستان هنرمند زدم که همین آقای امید که شنبه اینجا بود، هی مردم میگفتن آقا شما مصاحبه ایشون رو دیدی با بی بی سی؟ گفتم بله. گفت دیدی اونجایی که گفته مهم نیست برای من وسط پرچم چی باشه؟ گفتم بله. گفت آقا میدونی یعنی چی؟ گفتم بله. یعنی پرچم رو شما روزی یه بار نمیبینی، ولی آزادی تو هر دقیقه احتیاج داری. این میگه آقا مردم آزاد باشن، تو برو آقا چلو کباب بذار وسطش، اون یکی بره خرچنگ جمهوری اسلامی رو بذاره، سوربی بره شیر و خورشید و پلنگ و اصلا زو بذاره اونجا. اینجوری گفته. ولی شما درست میگی، ما تمرین احتیاج داریم. ما دو نفر هنوز نمیتونیم با هم صحبت کنیم. من میخوام یقه اونو بگیرم بگم من درست میگم، اون میخواد بگه یقه منو بگیر بگم من درست. من دارم به شماها التماس میکنم، التماس میکنم.
شما چرا همینجوری بلا تکلیف موندی نرفتی به اینا به پیوندی؟ این همه آدم فرهیخته، یکشون کنگرلو اسمش مسکه. آقای فرخ شما در شبان روز چند ساعت برنامه نگاه میکنی؟ فکرشو بکن، برای اینا یه تکس بفرست بگو من حاضرم برنامه های شما رو هی این بر اون بر پخش کنم. بزرگترین کمکه. چرا نمیکنی؟ چرا نمیکنی؟ اون رو که قبول داریم دنبالش نمیریم، اون رو که قبول نداریم وای میسیم بهش وقت. وقتمون رو میذاریم برای اونایی که قبول نداریم، وقتمون رو نمیذاریم برای اونایی که قبول داریم. ممنون و متشکرم از یکایک شما دوستان. و اما انگلستان، خروج از اتحادیه اروپا، پرواز 737 توی آمریکا هم به اصطلاح زمینگیر شد، گویا ایران هم گفته هیچکس. و اون هواپیمایی که مشکل داشت گویا اونم هواپیمای 737 بوده. حالا همه اینا رو داشته باشید. فرماندار کالیفرنیا یه آدم جوونی خیلی اصلا متفاوت با، میدونید اینا لیبرال، اینا اصلا دیگه از لحاظ دموکراسی آزادی خواهی اینا بمانند، این یکی دیگه خیلیه. و آمد کپیتال پانیشمنت یا دستور اعدام و اینها رو به اصطلاح لغو کرد. جالبه 737 نفر هستن افرادی که منتظر بودن که اعدامشون کنن، گفته که هنوزم نیست، باید مراحل قانونیش چی بشه. ولی پرواز 737، اون هواپیمای 737 مال بوئینگ، و اینم 737 نفر در کالیفرنیا منتظر حکم اعدام بودن. کالیفرنیا جمعیتش اگه اشتباه نکنم 30 میلیونه، 737 تا اعدامی، ضرب در دو کنید 80 میلیون، باید 1400 تا اعدامی تو ایران داشته باشید. اعدام بده، همه جا بد. اوکی. آقای حسن ارشاد برنامه شماره 216 همینش رو فرستادن، من دیروز نشستم گوش دادم، خیلی برنامه جالبی بود، افشاگری درباره یه شخصی به نام گلشنی. یادتونه گفتم یه شخصی من دیدم خیلی هم آروم صحبت میکنه، رفته زندان آوردنش، گویا اون شرکت مسقال پول و اینا، نه مسقال تریاک، مسقال طلا و اینها بوده. بعد گفت، خودشم میگه که تو زندانم به من میگفتن آقای دکتر، حالا آمده و رفته ترکیه، ترکیه هم نشسته داره به اصطلاح مشاوره میکنه با مردم روی اینترنت مجانی. آقای ارشاد این آقا رو آورده گذاشته زیر ذره بین، میگه این آقای گلشنی یه چیزی برای من اکبری نوشته بود راجع به جودا و یهودیا. توی ایران ما مثلا اگه میافتادیم زمین پامون زخم میشد گریه میکردیم، پدر و مادرمون دوستمون میگه خوبه خوبه بلند شو جود بازی در نیار. اکبری اینو چسبونده به یک ماجرایی که من یه فیلمی گذاشتم رو فیسبوک، نگاه کنید. من سعی میکنم بمبارونتون نکنم توی خبرها، و چند تا خبر مثلا میاد میذارم تو فیسبوک که اونا رو تو برنامه هم استفاده کنم. یکیش اینه، میگه اگه میخوای ببینی شما چقدر آزادی در آمریکا، از خودت سوال کن آیا از کلیمیا شما میتونی انتقاد کنی؟ یادتون میاد این حرفی که احمدی نژاد چند سال پیش زد، پدر صاحب بچه رو در آوردن. میگه تو آلمان زمان هیتلر از هیتلر نمیتونستی انتقاد کنی، امروز تو کره شمالی از چرمنشون یا رهبرشون نمیتونی انتقاد کنی، امروز تو آمریکا از ترامپ میتونی انتقاد کنی، از کلیمیا و یهودیا نمیتونی انتقاد کنی. یکم دربارش فکر کنی. خب برای اون که باهوش هستم و هر چیزی را بدون مطالعه قبول نمی‌کنم، فرخ هم تاریخ علوم سیاسی خوانده، آدم با دانشی هست، مسئله بودن یا این با اینها نیست، بدون اینها هم ما فکر میکردیم و میخواندیم. من به شما آفرین میگم، باید اینجوری باشه. من چند سال پیش یکی از دوستان به من تماس کرد، گفت سوربی تو کار این رادیو تلویزیون و اینا هستی، این دفتر حفاظت با من تماس گرفته، من استاد دانشگاه هستم، اصلا با ایرانی ها ربطی نداره، فقط اسم و فامیلم ایرانی مونده، تماس گرفته که آقا بیا برو ایران، اونجا دو هفتهی بچرخیم ببریم این ور اون ور، یه دو سه روزی هم کنفرانس میذاریم. گفت چی میبینی؟ گفتم از خودت سوال کن چرا جمهوری اسلامی میخواد شما رو ببره، میخواد از اسم و فامیل شما سوء استفاده کنه. حالا امیدوارم از شما سوء استفاده نکنن، از شما استفاده کنن، ما هم خوشحال میشیم.
برید بپیوندید، خبراش هم به ما بدید، اصلا بگید ببین یه جایی همه مخالفای رضا پهلوی اینجا هستن. این آقای مینوی هر وقت میاد اینجا صحبت میکنه میگه من میدونم تلویزیون شما، تلویزیون شما همه مخالفه. میگم آقا از کجا میدونی؟ شما تا نمیای اینجا دوستان در احوالتو میپرسن. اینو چیز نکنید، ولی شما اگه رفتید و اونجا دیدید اینا کارشون درسته، بگو اصلا یه تلویزیون اینجا هست مخالفین هستن، بیان برای مخالفین صحبت کنید، مخالفین رو به خودتون بپیوندید، به اصطلاح اضافه کنید. ولی اونی که به شما میگه به به چه چه هر وقتم چلو کباب میدن یه جایی میده و میره رضا پهلوی رو ببینه، اون که با شماست، اونو ول کن، برو دو نفر دیگر رو بردار بیا به خودتون بپیوند. آقای فرخ شما برنامه بذار به جای موسیقی پخش کنی، فیسبوک هم یقتو بگیره، بشین راجع به ققنوس، اقیانوس، طاووس، سیمرغ صحبت کن، چهار نفر دیگه هم جذب بشن. دعوا نداری. آقای فولادوند یادتونه دست بر دست هم دهیم به مهر، من پول شما رو بگیرم و در برم. حسن ارشاد دوستان همه تخم مرغ در یک سبد نذاریم. ماجرایی که ما هم فیسبوک پخش میکنیم هم رو مردم تیوی، دلیلش اینه، عکس نسرین ستوده رو نشون دادم. امروز در سراسر دنیا به اصطلاح دانش آموزا میان بیرون، نمیدونم چرا شنبه نمیرن، میخوان جمعه رو تعطیل کنن، که به سیاست مدارا بگن به آینده کره زمین فکر کنید. منظورشون همون تغییرات اقلیمی هست و دادگاه های کلاهبرداری ها در ایران. ماجرای پتروشیمی خیلی بالا گرفته و انتخاب آقای رئیسی به رئیس قوه قضاییه و ویدیوی رقص آقای داریوش امیرجلالی فرستادن، من اینو براتون پخش میکنم. یه آگهی هم آقای بیژن جعفری، آگهی استخدام به دنبال یک مکانیک یا چند مکانیک و یه مدیر یا منیجر میگرده، والنتاینز موتور. حالا چون برنامه بالش سه نفره هست و این ماجراها، از دوشنبه بیشتر اون چیزهای جدی رو دنبال میکنیم. و اول بریکینگ نیوز، این آقای رضا سلامی برای من میسه بریکینگ نیوز و مثلا یه چیزی مال 30 سال پیش رو میمیسه. همین الان گفتن که چون حتی ریپابلیکن ها، اونایی که با ترامپ هستی، حتی نماینده های ریپابلیک دارن فاصله میگیرن از ترامپ. 12 تاشون آمدن با دموکرات ها گفتن اصلا موقع اعلام امرجنسی یا وقت چی میگن اضطراری نیست و این بیخود کرده. اولین ویتو رو ترامپ شالاتان الان گذاشت. ترامپ میخواد مردم رو مشغول کنه به این ماجراهای جانبی تا اون کثافتکاری های خودشو، مشکلاتی که یکی پس از دیگری دخالت در امور قضایی که اینجا جرمه، زندان باید برن، و مالیات ها و بیمه و کلاهبرداری هاش به اصطلاح بره کنار. چون وقتی میگن ویتو کرد، الان این میاد میشه خبر اول. دنبال کنید ترامپ شارلاتان رو و بذارید ما از آقای ارشاد یکی دو دقیقه وقت بگیریم. این تبلیغ برنامه آرمان شهبازی، برنامه فردا رو اون قسمت ویدیوش که 2-3 دقیقه هست براتون پخش کنیم. اگر آرمان گذاشته باشه ویدیو رو، بله اینجاست، و با هم از این برنامه به عنوان حسن ختام استفاده میکنیم. بله چرا نه، میتونید دکتر کنگرو رو دعوت کنید. شما از طرف من دعوت کن ببین اگه اینا تونستن بیان اینجا. عزیز من 20 سال اینا رو بزرگ کردم، اینا جایی که ازشون سوال بشه نمیرن. ضمناً خانم فرخ سپهرارا روی گوگل بنویسید سوربی فاصله رضا پهلوی، من 3 بار رضا پهلوی رو به چالش کشیدم. ببینید همین چیزی رو که آقای لادن گفت، چجوری ایشون تو کوچه پس کوچه ها خودشون میچرخونه که جواب ساده نده. اون آقای کنگرلو هم خدا میدونه حالا چه بر، نه اون کنگرلویی که انوشیروانی که من و شما و دیگران میشناسیم، کنگرلویی که به تازگی آمده توی ققنوس، خدا میدونه چه برنامه باشه. فعلا امروز تعارف میکنه که نه آقا این مبتکرش آقا رضا بوده، پس فردا میاد میگه آقا این هی میخواست پول بگیره بره کازینو، گفتیم برو دنبالش. ببینید تا حالا رضا پهلوی تو چند تا جنبش مختلف شرکت کرده، از جنبش سبز، از شورای نمیدونم مقاومت، هر چیزی که بگی میپره وسط، تا اونجایی که بهش پول بدن پول میگیره، وقتی بگن بیا کار کن میگه همینجا وایسا من میام. حالا شما میبینید منتظر روزی خواهم شد که شما بگی سوربی تو درست گفتی، شایدم
باید منتظر روزی باشم که شما بیای بگی سوربی این بار اشتباه گفتی. با هم ببینیم و بشنویم این بالش سه نفره رو. یک لحظه توی این شماره تلفن گذاشتن، محلش رو نوشتن. خواهش میکنم از اون قلم کاغذ بردارید، گرچه نمیخواد وقتی اینجوری هم باشه شما میتونید با جلو عقب بردن این تایملاین نگهش دارید، اونجایی که میخواین اون چیزی که میخواین ببینید. از اینکه با ما بودید ممنون، متشکرم از شما. خوشحالم که فیسبوک درست بود تا بتونیم با هم کلکل کنیم و آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. میگن که خب درست میگید، باید با همه صحبت کنه، شما باهاش صحبت کنید اون چیزایی که ما میپرسیم، بعد بیان اینجا بگید، اصلا ویدیو رو بدید من براتون مجانی پخش میکنم. ضمناً ایشون باز میگه که کسانی که حرف ترامپ را باور میکنن دقت ندارن، توی کار خودش مونده و احتیاج به روان درمانی داره. این اصلا بارها گفتن، چندین دکتر آمدن گفتن که این از لحاظ فکری و اینا هم دیدید اسما را عوضی میگه، طرف اسمش رابرت بهش میگه استیو، اسم اون یکی تیم کوک هست بهش میگه تیم اپل، بعدم هی دلیلای بیخود میاره. امیدوارم زن بچه هاشو اینا هم که کسی به فکر نیست، خود اونا هم از این احمقتر و نادمتر و شالاتانتر و ایلا بهش میگفتن آقا بی برو دنبال یه دکتر و اینا، یا میگفتن که بابا یه دکتر خوب میشناسیم کانادا، خانم سپهرار بیاد یه دوایی بهت بده یه کمی آروم بشی. مرسی که با ما بودید، روز و روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر، آینده روشنتر. دوشنبه 12 ظهر با شما خواهیم بود. مرسی. ترین و کمدی ترین فعات برای سه نسل و یک عصر، بالش سه نفره بعد از سه دهه مجددن به صحنه میاد. فرزان دلجو و ایلین بیگن. و هنرمندی علی فورتاش، بالش سه نفره. و قصه از اینجا آغاز می شود. یک آقای بسیار خانواده دوست. بله دیدم دیدم، یه آقای گرد و بنامه با قیافه وحشتناک رفت به اتاق روبروی من. خانم دونم به کچه ها شما داد بهش بکشه. گفت شمزاد را من؟ بله دیگه همه گرد این دیگه غیر قابل تحمله، این دیگه غیر قابل تحمله. یک وکیل زبردست طلاق. خانم جان به طلاق شما برستدم که این شوالی کسی که شما با یک زن دیگه رابطه نامشروع داره. شما از کجا فهمیدید؟ این لنگ کفش متعلق به کدام کسافتی؟ یه خانوم کم ادعا به من گفت تو همین آمریکا فیلم میسازم میبرم فستیوال کنکو. فستیوال کن، فستیوال کن. این چه فستیوال میتونیه چیه؟ خانوم جان شما رازید کنکونش دیگه با من صحبت نکرده بودی، این خودش یه کیسه. این آقا از کجاش بگم، از کجاش بگم؟ مگه دختر ظالم بلا شما مجردی؟ فقط شبه منو دارید کجا میبرید؟ شانم به اضافه که صدها بار قفقه و رقص آوار، همه در نمایش سوپر کمدی بالش سه نفره. حالا تو آمریکا یه همچین آدمی در کجا پیدا کنی؟ معمولا یه فردی پیدا میشن حرفه‌ای هستن، یه پولی بی‌ارزشی میگیرن، یک شب محلل میشن میرن پیکرشون. یک شب؟ یه نصف شب. یک نصف شب؟ اگر اگه بخوای یه همپول هم میگیره بزن خونش یک ساعت طول میدیشه. ای وای زهر ما. با شرکت فرزان دلجو، آیلین بیگن، سحر اخوان و هنرمندی علی پورتاش، بالش سه نفره، نمایشی از فرزان دلجو. امان از دست این مردم. الان سر گوششون جنبه، هم سرش هم گوشش. و خیلی جایی دیگر. کجاش؟ کجاش؟ بالش سه نفره. بودی از لادم دادی بر بادم، آیادت شادم. بالش سه نفره.